متن بشیم دو تا مقدمه مایلم مطرح بکنم مقدمه اول در مورد هدف و برنامه این دوره هست که همونطور که از عنوانش هم پیداست خانش هگل از افلاتون رو قرار ما درش تعمل بکنیم این موضوع و این کار از سه حیث به نظر من اهمیت داره یکیش خیلی واضحه یکی اهمیت افلاتونه و همچنین هگل برای یک دانشجو یا علاقمند فلسفه شما نمیتونید فلسفه بخونید و افلاتون نخونید چنین چیزی ممکن نیست بودند البته فیلسوفانی که بدون که افلاتون خونده باشند فیلسوف شدند ما با اونها رو به عنوان فیلسوف میشناسیم اما واقعا برای این کار باید انسان نابغه فلسفی باشه به نظر من ما نمیتونیم وارد فلسفه بشیم و افلاتون رو نخونیم این سخن آلفرد نورت وایتت رو همتون حتما میشناسید و شنیدید که تمام فلسفه متأخر رو تنها یک حاشیه نویسی بر افلاتون میدونه این خیلی اهمیت داره بنابراین یک حیث اهمیت این ماجرا خود فلسفه افلاتون و همچنین فلسفه هگل حالا شما بخواید فلسفه بخونید لزوما شاید نخواهید یا نباید هگل بخونید ولی از افلاتون گریزی نیست به هرحال نکته دوم به دوم اهمیت این موضوع به نظر من اهمیت هگل برای فهم افلاتون و همینجا دوباره اهمیت سوم هم خودش رو آشکار میکنه یعنی اهمیت افلاتون برای فهم هگل این دوتا برای فهم همدیگه میشود ازشون استفاده کرد اینها به نحوی در هم تنیده هستند که در این دوره این رو خواهیم دید با هم نکته اینجاست که اونجایی که مربوط به فهم افلاتون و اهمیت هگل برای فهم افلاتون میشه افلاتون و فلسفه افلاتون برخلاف اونچه که ممکنه در وحله اول به نظر برسه که اتفاقا برداشت های عمومی هم بیشتر به این سمت و سو متمایل هستند از قضا به هیچ وجه فلسفه ساده ای نیست افلاتون فلسفه فیلسوف ساده ای نیست و فلسفه فلسفه بسیار بسیار پیچیده است میشود البته با سطحی خانی و سطحی نگری او رو ساده کرد ولی با خانش عمیقتر ما میبینیم که فلسفه افلاتون یه سهل و ممتنه است بسیار پیچیده تر از اون چه که ما فکرش رو حتی بکنیم هگل تا حدود این رو به ما نشون میده و این جزء همون اهمیت هگل برای فهم افلاتون میتونه محسوب بشه همین خصوصیت یعنی سهل و ممتنه بودن, فلسفه افلاتون باعث شده که خانش ها و متفاوتی اما داشته باشیم از فلسفه افلاتون و برای همین هگل میتونه به ما کمک بکنه که ما نوع خاصی از نگرش و خانش نسبت به فلسفه افلاتون رو هم باش آشنا بشیم حالا ممکنه اینو با بپذیریم یا نپذیریم ولی به نظر من ارزش این بررسی رو داره و مهمتر از این که ما این خانش رو همپا و همراه با یه فیلسوف بزرگ دیگری به پیش خواهیم برد که اگر هم رده و هم اندازه افلاتون نباشه اما کمتر از او هم نیست یعنی هگل و این رو باز میتونیم دستمایه یک پجوهش های دیگری قرار بدیم که به ما کمک بکنه که در دام سطحی نگری نسبت به فلسفه افلاتون سقوط نکنیم حالا نکته اینجاست که این تفسیر هگلی رو که ما باش برخورد خواهیم کرد رو لزوما نباید بپذیریمش ولی میتونیم از هگل خانش فلسفی یه فیلسوف بزرگ دیگر بیاموزیم این اهمیت داره در مورد فهم فلسفه هگل و اهمیت افلاتون برای فهم فلسفه هگل اینجا یه نکتهی میتونه مقدمه خوبی باشه برای درک این رابطه این دوتا فیلسوف با هم دیگه همونطور که میدونیم برای ورود به فلسفه هگل راه های گوناگونی وجود داره یکی از راه هایی که بیشتر از اون راه وارد فلسفه هگل میشوند فلسفه کانت درستم هست یعنی این به واقع مدخل بسیار درست و خوبی برای ورود به فلسفه هگل هست ما باید پیش از ورود به فلسفه هگل کانت رو بدونیم و حداقل بدونیم که کانت چه گفته و اون دقایق اساسی این فلسفه رو بر بگیریم تا اون جایی که هگل با کانت وارد گفتگو میشه بفهمیم که هگل داره چی میگه اما یه نکته دیگری که شاید کمتر بهش پرداختن اینه که از قضا فلسفه افلاتون هم میتونه مدخل بسیار خوبی باشه برای ورود به فلسفه هگل یه سری اشتراکات و پیوندهایی اینا دارن همونطور که ارز کردم خدمتتون و یه سری عناصری رو ما میتونیم در فلسفه افلاتون ببینیم که اینها میتونن به ما کمک بکنن برای فهم بهتر فلسفه هگل من چند تا مثال میزنم فقط عناصر زیادی هستن ولی چند نمونه رو من میخوام خدمت شما عرض بکنم مثلا یکی روش دیالکتیکی افلاتونه که در هگل به دیالکتیک هگلی تبدیل میشه این دوتا رو با هم دیگه نباید خلط کرد البته نکته بعدی یکی از عناصر دیگری که در فلسفه افلاتون هست خیلی میتونه به ما کمک بکنه در فهم فلسفه هگل نظریه ایده های افلاتون نظریه ایده همطور که میدونید یک پاسخی است به سوفسطاییگری به سوفسطاییگری به طور کلی و اپیستمولوژی این سوفسطاییگری به طور خاص چون اساسا این سوفسطاییگری اونتولوژی درست حسابی نداشته تماماً اپیستمولوژی بوده به یک معنا و فلسفه افلاتون در واقع یک پاسخی است با نظریه ایده ها نظریه ایده های افلاطون در است یه پاسخی است به این اپیستمولوژی سوفسطایی این اپیستمولوژی سوفسطایی خودش رو در دوره های مختلف باز تولید کرده دوباره خودش رو به منصه ظهور رسونده در دوره کانت و هگل هم این دوباره به یه شکل دیگری خودش رو نشون داده طوری که این فلسفه ها فلسفه های این دوره باز به نوعی پاسخ به اون نوع تازه و جدید از سوفسطائیگری محسوب توانند شد این خودش رو مثلا در دوگانگی بین سوژه و اوبجه نشون میده تو دوره کانت و هگل از از کانت تا هگل منظورمه یا دوگانگی ایمان و شناخت ایمان و دانستن یا فرد و کل و غیره و غیره همه اینها این مفهومی که در واقع دوپارگی یا انشقاق یا دوگانگی مفهوم, بنیادینی هستش که در اون دوره بروز میکنه و این فیلسوفان در واقع در مقابل اونه که فلسفه های خودشون رو تدوین میکنن هگل از مفهوم انتسفایون استفاده میکنه توی متون خودش به خصوص در رساله تفاوت این مفهوم خیلی اهمیت پیدا میکنه این دقیقا همون نکته است که به نحوی افلاتون هم باش مواجه بوده خب یه نکته هم که بیشتر بهش خواهیم پرداخت در طی همین دوره و اونم خیلی اهمیت بنیادینی داره برای فهم هگل از طریق افلاتون نظریه ایدای افلاتون به مسابه گذار از ریالیزم خام خب که این که تقریبا واضحه و همه میدونیم اما گذار از ایدالیزم خام هم هست نظریه افلاتون و این شاید نکته باشه که برای ما یه مقدار شاید تازگی داشته باشه با در مقایسه با فهم هایی که شاید تا به حال از افلاتون داشتیم اینکه فلسفه افلاتون یک ایدئالیزم جدای از این جهان از غذا نیست و بسیار به ایدئالیزم هگلی نزدیکه خب اینکه حالا ببینیم ما نظر افلاتون نه ببخشید نظر هگل درباره افلاتون چیه این باید به متون هگل مراجعه بکنیم نظر هگل درباره افلاتون خیلی پراکنده است در آثارش از نوشته های روزگار جوانی گرفته تا دوره ینا در علم منطق هگل به گفتگو با افلاتون میپردازه این گفتگوی فلسفی منظورمه اینا محاوره در دایرت, دایرت ما داریم موزه های هگل و تبیین های هگل رو درباره افلاتون و به خصوص در درس گفتارهای برلین که از این بین درس گفتارهای تاریخ فلسفه فصل افلاتون تقریبا از همه منسجمتر به افلاتون میپردازند به خاطر همین است که ما این متن و مبنای کار خودمون قرار دادیم حالا ما قبل از اینکه به سراغ هر متنی بریم باید این متن خودمون رو به دقت بشناسیم این متن خودمون رو به دقت بررسی کنیم که شگفت زده نشیم گاهی و بدونیم که داریم چه میکنیم بدونیم که با چه صورت بندی از فلسفه فیلسوف به واقع مواجه هستیم فرقی هم نمی کنه این متن چی باشه اگر ترجمه است باید بدونیم که اصلا آیا ترجمه است همین رو خیلی متوجه گاهی نیستن که وقتی به متن مراجعه میکنیم متن ترجمه است این عین خود اون اصل متن می انگارند اگر ترجمه است ببینید مترجمش کیه بر چه اساسی اینو ترجمه کرده به کدوم مکتب ترجمه تعلق خاطر داره باید ببینیم این متن کدوم نسخه است کدوم چاپ کدوم ویراستار اینو بیرون داده اینها هم اهمیت دارن من اه یک اه متن ترجمه شده ای رو دیدم از یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی که ایشون بخش دیالکتیک اگل رو ترجمه کرده بودن در مقدمه هم خودشون این رو بهش اذعان میکنن که این رو از روی انگلیسی ترجمه میکنن بعد با آلمانی مقایسه میکنن اینا چقدر تفاوت داره و از این تفاوت شگفت زده میشن و این شگفت زدگی خب بعد قبل از رجوع به متن در واقع صورت بپذیره و رفع بشه نه پس از رجوع به متن و ترجمه و بعد موقع مقایسه بکنیم ببینیم این دو تا چقدر با هم متفاوتن نکته اینجاست که خب گاهی متن نسخه های متفاوتی داره در مورد درس گفتارها هم دقیقا همین صدق میکنه درس گفتارهایی که ما بهش مراجعه میکنیم در واقع مجموعا نه بار ارائه شدن اینها توسط هگل یه بار در دوره ینا دو بار در هایدلبرگ شش بار در برلین و آخرین درس گفتاری که در واقع دهمین ده درس گفتاری که هگل در درباره تاریخ فلسفه ارائه میدم دو ساعت بیشتر نیست هم جلسه اول هستش و یک یا دو روز بعدش اگر میمیره این درس گفتارا خب مشخصه که بر پایه یه سری یادداشت هگل اینها ارائه می شدن. ولی اونچه که هگل به نحو شفاهی عرضه می کرده متفاوت است هم از اون یاد هم از بارهای پیشین ارائه بنابراین بهترین منبعی که ما بخوایم اگر از طریق اون به یاد خود هگل دسترسی داشته باشیم مجموعه آثار تاریخی انتقادی است اگر کسی میخواد خیلی در این موضوعات پژوهش جدی بکنه باید به اون مراجعه بکنه و اونجا این نه ارائه رو ببینه ازش چه آثار و یاد داشته اونجا هست این یه راهشه یه اتفاق دیگری که در مورد درس افتاده که این اطلاع دارید این است که اینها رو شاگردان هگل جمع کردند و پس از مرگ هگل منتشر کردند و در این کار هر کدوم روش متفاوتی رو پیش گرفتن هوتو درس گفتارهای هنر رو جمع میکنه میشل درس تاریخ فلسفه رو جمع میکنه و اینها رو انتشار میدن پس از مرگ و باقی هم به همین ترتیب نکته اینجاست که اینا برای بیرون دادن یه متن واحد از این تعداد زیاد درس گفتار در این مورد خاص نه درس گفتار مثلا یه روش خاصی رو باید اتخاذ میکنن تا این متن واحد رو به حال تولید بکنن چاره ای نبوده به دستنوشت های شاگردان و دانشجویان مراجعه میکردن احیانا بعضا به یاد داشت ها که البته اونایی که در ابتدای درس گفتار رو بیرون دادن دسترسی نداشتند. گاهی هم یاد موجود نیست نبوده از هگل در باره درس گفتار ناگزیر به رونویسی های دانشجو ها مراجعه میکرد این رونویسی ها ما دقیق بوده در اون زمان هم استاد خیلی آرام صحبت میکرد هم دانشجو خط به خط واقعا کلمه به کلمه اینو می نوشتن رونویسی میکردن به معنا ولی به هر حال اینها با هم مخلوط میشه و یه متن واحدی بیرون میاد بیرون میاد در واقع خود میشله که شاگرد اگل بوده و درس گفتارهای تاریخ فلسفه رو جمع آوری کرده یه مقدمه خیلی خوبی در انتهای جلد 20 همین دوره بیست جلدی آورده که شیوه کارش به چه ترتیب بوده و بعد ویراست دارا هم, هم یه توضیحی دادند که چگونه اونها از این متن فراهم شده و تدارک دیده توسط میشل استفاده کردم متن به اصطلاح منقهی رو ارائه دادن از درس گفتارهای تاریخ فلسفه هگل در این نشر زورکام که مبنای کار ما هم قرار میگیره بنابراین نکته خیلی مهمی است این متن متن های درس گفتارها به طور کلی و این متن به طور خاص متونی نیستند که لزوما از قلم هگل تراویده باشند این اهمیت داره حالا اینجا این پرسش مهم به وجود میاد که خب ما چگونه یه متنی رو بخونیم که عین سخن هگل نیست عین قلم هگل نیست اینو چگونه ما به عنوان متن هگل اساسا بخونیمش من این پاسخ این پرسش رو میخوام به بعد واگذار بکنم به دو دلیل یکی اینکه فعلا قرار فقط یه مقدمه باشه این صحبت من دوم که ما از خود هگل و وقتی که جلوتر بریم در خانش هگل از افلاتون از خود هگل می که چگونه می شود با یک متن با صورت یک متن در واقع برخورد و مواجهه داشت و این هجاب رو به نحوی به کنار زد رفت به اون پشت متن دست پیدا کرد در مورد خود متون هگل یا درس گفتارهای هگل شما بخواید این کارو بکنید اون پشت متن در واقع به نظر من چیزی نیست جز علم منطق هگل علم منطق هگل اون متن نیست که پشت همه این متون ایستاده و به انهای متفاوت و متکثر داره در این درس گفتارها متجلی میشه به من از ظهور میرسه این اون پشت متنه میشود بهش رسید ما هم خواهیم رسید هگل هم همین کار رو افلاتون میکنه از او یاد خواهیم گرفت این کار بنابراین با بررسی خانش هگل از افلاتون به واسطه این درس گفتارها این درس گفتارهای ای تاریخ فلسفه از روی متن آلمانی ما به واقع تو این دوره انشاءالله با یک تیر چند نشون خواهیم زد یکی اینکه با دقایق و حیاتی از خود فلسفه هگل آشنا میشیم این خیلی مهمه روی کرده هگل و روش او رو در برخورد با هر موضوعی بهتر میتونیم در بیابیم دیگه اینکه با فلسفه افلاتون آشنا میشیم از منظر هگل از منظر فیزوف بزرگی همرده خود افلاتون در مورد روش خواندن تاریخ فلسفه این رو هم از هگل یعنی از یک فیلسوف بزرگ که به تاریخ فلسفه پرداخته میتونیم بیاموزیم میتونیم ببینیم به چه نکاتی توجه کرده هگل وقتی این درس گفتارها رو در کنار متن افلاتون یا تفاسیر دیگری که وجود داره بگذاریم نکاتی بر ما آشکار میشن میتونیم در این تعمل بکنیم که هگل با چه روشی این متن رو خونده و اساسا چگونه روش خودش رو یعنی اون روش دیالکتیکی خودش رو به متن اعمال کرده یا به بیان دقیقتر این روش رو در متن دیده و اون رو بیرون کشیده چگونه اگل به دام تاریخ فلسفه نمیافته در معنای منفی کلمه منظورمه بلکه به تاریخ فلسفه چونان تطور ایده میپردازه در مورد این بیشتر توضیح خواهم داد در واقع یه جور فلسفه یه تاریخ فلسفه اون رویکردی است که اگل داره و برای خود من هم این نکته جالب بود من فکر کنم این هم از مزایای رجوع به متن آلمانی هست که ببینیم که هگل متن افلاتون چگونه به آلمانی ترجمه کرده یا تقریر کرده دست کم برای شاگردان خودش و چه اصطلاحاتی در برابر چه اصطلاحاتی قرار داده این نکته خودش باز میتونه یک مبنای پژوهشی خیلی خوبی باشه برای درک نوع خانش هگل از افلاتون چرا چون که وقتی ما به ترجمه مراجعه میکنیم میبینیم که فیلسوف چگونه داره میفهمه که دار... در واقع مترجم حالا اگر فیلسوف باشه چگونه داره میفهمه و بر اساس اون فهم چگونه داره ترجمه میکنه میشه به اصطلاح مهندسی معکوس هم کرد اینجا و ترجمه هایی که در دوره هگل موجود بوده بهترینش که ترجمهش لایر ماخر هست میبینیم که هگل از این ترجمه استفاده نمیکنه هگل خب خودش به یونانی و به افلاتون مسلط بوده به حال انتظار این هم نباید داشت که بره به یه ترجمه دیگری مراجعه بکنه اینو در مورد دیگه شاید انجام داده باشه و اینطور نیست تخصصش افلاتون بوده بنابراین کاملا با متن آشنا بوده و حالا برای ما جالب خواهد بود که ببینیم که متن رو چگونه ترجمه میکنه چه معادل هایی رو در برابر چه معادل هایی قرار میده و گاهی در پرانتز یا در میان قلاب چه توضیحاتی در مورد هر کدوم از این معادل ها میده اینها هم میتونن خیلی آموزنده باشن این نکته هم حال من در پایان این مقدمه اول میخوام برش تاکید بکنم که شما اگر بخواید تاریخ فلسفه رو به نحو فلسفی بخوانید لزوما لازم نیست که از منظر هگل انجام بدید یا از درس گفتارهای تاریخ فلسفه هگل استفاده کنید برای این کار بلکه نکته مهم این است که شما اگر میخواهید هگل بخونید اونجا باید حتما درس گفتارهای تاریخ فلسفه هگل رو هم بخونید این هم مهمه در کنار فلسفه هگل شما باید به این متن هم مراجعه بکنید این به نظر من خیلی اهمیت داره این یه مقدمه کلی در مورد متن ما در مورد خانه شما در مورد موضوع ما من میرم یه مقدمه دوم کوتاه دیگری رو خدمت شما و عرضه میکنم و بعد از اون میریم به سراغ متن این مقدمه دوم من درباره یه نکته است که ممکنه جلب توجه بکنه در متن هگل در متن درس گفتارها و اونم پرداختن هگل به زندگی نامه فیلسوفانه گاهی اینو ما در متن میبینیم این میتونه محل تعمل قرار بگیره که چرا یه چنین کاری رو انجام میده هگل به یک معنا اینو میشه زیل اهمیت زمینه و زمانه فیلسوف و یا بعضا زندگی نامه فیلسوف برای درک فلسفه فیلسوف تلقی کرد این روش معلوف برای ما آشناست یعنی در واقع وقایع اتفاقیه یه. روزگار فیلسوف و همچنین زندگی فیلسوف رو بتونیم درش یک پیوندی پیدا بکنیم با خود فلسفه اون فیلسوف ولی نکته اینجاست که ما تاریخ فلسفه رو به یک معنا تاریخ خود فلسفه میتونیم در نظر بگیریم و به یک معنا میتونیم تاریخ فیلسوفان و اندیشه های اونها در نظر بگیریم این دوتا یه تفاوت ظریفی با هم دیگه دارن که این تفاوت از غذا برای هگل خیلی مهمه هگل یه جایی پرسش خیلی مهمی رو در میافکنه اه... که این پرسش میتونه خیلی ما رو به تعمل واداره هگل میپرسه چگونه است که از رو آلمانیش بخونم وی دستی فیلوزوفی این گشیشته هات یعنی چگونه است چرا از کجاست که فلسفه اصلا تاریخ داره این پرسش برای ما خیلی شاید بدیهی باشه تاریخ فلسفه همیشه شنیدیم و تصوری هم ازش داریم ولی این پرسش رو اگل به این نحو مطرح میکنه اس... اساسا چرا فلسفه تاریخ داره چیزی به اسم تاریخ فلسفه وجود داره این خیلی تعمل برانگیزه حالا در این هین و بین ما یه فیلسوفانی رو داریم یا مفسرین و شارحانی رو داریم یا تاریخ فلسفه نویسانی رو داریم که وقایع اتفاقیه زندگی خود فیلسوفان خود اندیشمندان براشون اهمیتی نداره به اونها وقعی نمی نهند معتقدم ما در فلسفه فقط بریم به سراغ خود اون اندیشه در واقع تاریخ فلسفه رو فقط تبیین کنید نه تاریخ فیلسوفان و اندیشه های آنها رو اون بخش فیلسوفانش رو به حداقل برسیم یا کلا حذف کنیم همتون میدونید که هایدگر درس گفتارهای خودش رو درباره ارسطو با یه جمله خیلی معروفی آغاز میکنه هایدگر میگه ارسطو به دنیا آمد پژوهش کرد مرد حالا برویم به سراغ اندیشه ارسطو و شروع میکنه به بحث درس گفتارهاش درباره ارسطو در واقع از, از شخص ارسطو فقط این رو میگه که به دنیا آمد پژوهش کرد مرد در یک جمله خب هگل جزو این دسته از فیلسوفان نیست همونطور که از متنش پیداست در واقع درس گفتار تاریخ فلسفه همیشه وقتی به یه فیلسوف هگل میپردازه در مورد زندگی اون هم یه توضیحاتی میده قصه هایی هم از زندگی اون فیلسوف تعریف میکنه حالا این برای ما میتونه یک پرسشی باشه که دلیل امر چه میتونه باشه به نظر من یه دلیل فرعی داره یه دلیل اصلی داره دلیل فرعیش به نظر من این است که با پژوهش در سایر درس گفتارهای سایر فیلسوفان در اون دوره این رو میتونیم در بیابیم که مثل همین امروز اون موقع هم وقتی فیلسوفان یا دا... اساتید فلسفه در دانشگاه مدرسان فلسفه یا فیلسوف در مقام مدرسه وقتی که تاریخ فلسفه درس میداده به حال برای دانشجویان داشته این رو درس میداده و وقتی به یه فیلسوف میرسه برای اینکه در ذهن دانشجویان اون تاریخ اندیشه یا تاریخ فلسفه در واقع یه پیوندهایی پیدا بکنه با زمان مکان با اشخاص و اینها به حال این رو یه پیوندی به زندگی فیلسوف هم میدادن امروزه هم این متداوله و کار هم نیست به شرط اینکه خلط نشه با خود تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه و منطق فلسفه در واقع به بیان هگلی اما یه دلیل اصلی هم داره و اون دلیل اصلی برای ما مهمتره در واقع اون دلیل اصلی برمیگرده به ارتباطی که تاریخ به طور کلی با فلسفه داره از منظر هگل این رو من میخوام تحت دو سه تا مقوله‌ای که برای فلسفه هگل هم خیلی مهم هستن یه مقدار بازش بکنم ولی فقط یه مقدار بعد دوباره ببندمش ما وارد متن بشیم بعدا با این موضوع پیوسته و مکرر برخورد خواهیم داشت ما اگر دو مقوله تصادف و ضرورت رو در نظر بگیریم اون وقت می شود گفت که به زبان هگلی هیچ امر تصادفی ما نداریم که به نحوی در بردارنده امر ضروری نباشه هیچ امر ضروری هم نداریم که در بردارنده امر تصادفی نباشه اینها با هم یه پیوندی این اینها از هم جدا شدنی نیستن این دو تا مفهوم از نظر هگل در واقع هر اونچه که در ولی نخست تصادفی به نظر میرسه تصادفی چون تصادفی به نظر میرسه میخوام رو اینش تاکید داشته باشم اونچه که در وحله اول ضروری به نظر میرسه هم در وحله اول ضروری به نظر میرسه و بنابراین ضروری است ولی این ضروری بودن این تصادفی بودن این به تناقض میخوره اگه بخواد فقط اینگونه یک سویه اندیشیده بشه اندیشیدن مفهومی و خردی که مورد تاکید فیلسوف مثل هگل هست این اندیشه هر تصادف در پیوند با ضرورت و هر ضرورت رو هم در پیوند با تصادف می اندیشه در واقع این نکته یعنی این در هم تنیدگی در مورد نه فقط تصادف و ضرورت بلکه در مورد مقولات دیگر منطقی هم که برای یک اهمیت زیادی دارن کاملا صادقه این یعنی در واقع در مورد تکسرات ها. خب دوستان, دوستان من, من یک لحظه قطع شد بسیار ممنون از اینکه اطلاع دادید اگر باز پیش اومد من به حال این رو باید بپذیریم متاسفانه و من دوباره متصل میشم اگر بیشتر طول کشید دوستان مقدار صبر داشته باشم از این طریق دیگری دوباره متصل خواهم شد که به مشکل نخوریم خب حالا اونجایی که بودم رو ادامه بدم شقشقتون هدرت شده یه مقدار ولی اشکال نداره مقولات در این رو بخواستم بگم که این, این در هم تنیدگی ها در مورد تکسرات و کلیات و امر کلی یعنی عمر در واقع فیلسوف یا فیلسوفی مثل هگل یا به یک معنا فیلسوف به نحو اخص به هر جا که نظر میکنه در همه امور تکین و جزئی و کسرات و امور تصادفی و مفردات همیشه توان دیدن مطلق رو داره و میتونه اون مطلق رو مفهومی بیاندیشه خردی بیاندیشه برخلاف دیگران برخلاف نافیلسوف که جزئیات رو میبینه مفردات رو میبینه و حد اکثر کلیاتی هم که به اونها میاندیشه دوباره خودشون کلیات یعنی اون کلی نیستن اون کلی واحد نیستن فیلسوفه که فقط از منظر اون کلی واحد به همه اینها نگاه میکنه یعنی در واقع به یک معنا اگه بخوایم با این مقوله ها یک مقدار درشون یه حرکت دیالکتیکی رو تشخیص بدیم اون وقت میبینیم که فیلسوف به این معنا میتونه برخلاف نافیلسوف میتونه از فردیت به جزئیات از جزئیات به کلیت برسه اگه میخوایم با این مقولات هیگلی یک مقدار مثال بیاریم یا مثلا فرقی نمیکنه از جزئیات میتونه به کلیت از اونجا دوباره به فردیت سیر بکنه اندیشه فلسفی یا از کلیت به فردیت از فردیت به جزئیت در واقع شما اگر این جزئیت فردیت و کلیت رو در سه نقطه رسم بکنید مثل یک این میشه که از هر نقطه شما میتونید آغاز بکنید به واسطه نقطه دوم به نقطه سوم برسید بر در هر جهتی هم میتونید حرکت بکنید واقعا شش حرکت اینجا ما خواهیم داشت حالا بین این تصادف و ضرورت و این طیف بین فرد جزء کل یه ارتباطی هم دوباره یک پیوندی هم وجود داره طیف تصادف ضرورت جانب تصادف, تصادف زرورت... جانب... لطفا میکروفون خاموش کنید طیف تصادف ضرورت جانب تصادفش بیشتر یعنی حد تصادفش بیشتر به جانب فردیت متمایله و ضرورتش به جانب کلیت هرچه ما از ضرورت به تصادف حرکت میکنیم از بیشتر از کل به فرد به جانب فرد داریم حرکت میکنیم و برعکس از تصادف به ضرورت در واقع از فردیت به جزئیت به کل و این همون معنای کلی انزمامی هم یکی از معناهای کلی انزمامی در واقع همینه یعنی کلی که دربردارنده هر سه این مقولاته فردیت جزئیت و کلیت و تصادف و ضرورت In as in, der äh, der Murad je, hegel in Aber die Philosophie soll keine Erzählung dessen sein, was geschieht, sondern eine Erkenntnis dessen, was wahr darin ist. Und aus dem Wahren soll sie ferner das begreifen, was in der Erzählung als ein bloßes Geschehen erscheint. اما فلسفه نباید روایتگری آنچه واقع شده باشد بلکه باید شناختی باشد از آنچه که در آن امر واقع حقیقی است و بر مبنای این حقیقت است که فلسفه باید در ادامه آنچه را که در این روایت به مسابه یک امر واقع صرف نمود میابد به نحو مفهومی بیندیشد همون توضیحاتی که دادم دیگه این احتیاجی به توضیح نداره فیلسوف به هر جا که بنگرد مطلق رو میبیند چرا اینطور حالا؟ چون که از منظر هگل این مطلق اساسا بنیان همه این مفردات و در واقع این مطلق به معنای, کل، کلی انزمامی بنیان همه این مفردات و کسرات و امور جزی است یک نمونه چون این کاری رو هم سغرات هم انجام میده حالا ارتباط داره یه مقدار به متن ما بیشتر هم به این خواهیم پرداخت ما دوباره در ادامه سقراط همونطور که میدونید پابرنه در کوچه و بازار و آتن سیر میکرده و خلق الله رو خفت میکرده و از اونها میخواست بهش بیاموزن که فلان چیز چیست فرقی هم نمیکرد همش هم به حوزه امور تکین و یا جزئیات ارتباط داشته هیچ وقت درباره کلی از اینها پرسش نمیکرد در مورد امور روزمره زندگی از اونجا صحبت ها شروع می شده و هنر سغرات به این بوده که هیچگاه در این جزئیات متوقف نمی بوده. نه خودش و نه دیگری رو میذاشته مخاطب خودش رو میذاشته در این جزئیات متوقف مونده اونا رو بلا فاصله سیر میداده به جانب کلیات یعنی از هر امر جزئی سعی میکرده اون اصل کلی حاکم بر اون امر جزئی رو بیرون بکشه ترسیم بکنه و پیش چشم بیاره هم برای خودش هم برای مخاطبش این نمونه فلسفی است که در جزئی و در امر فردی و در کسرات هم اون کل رو میبینه حالا این نکته به نحو اولا درباره تاریخ و به طور خاص در مورد تاریخ فلسفه از منظر هگل هم صادقه یعنی برای هگل اساسا اون پرسشی که مطرح کرد که آقا اصلا چرا فلسفه تاریخ دارد پاسخش اینه که برای اینکه تاریخ محل تحقق فلسفه است تاریخ محل تحقق ایده است حتی اینکه بگیم محلش هم اشتباس باید بگیم که تاریخ اساسا چیزی جز تحقق ایده نیست تاریخ اساسا چیزی جز تحقق ایده که یک امر فلسفی نیست بنابراین این فلسفه هم که به نحو اولا با اون ایده سر و کار داره به یک بیانی می شود باید گفت که تجلی خوداندیشی همون ایده است خب اون هم قطعا باید تحقق داشته باشه این تحقق هم در واقع این زمانی مکانی تاریخی شدن ایده چیزی نیست جز تاریخ فلسفه که حالا این تاریخ فلسفه بعضا نه همیشه حتما اما بعضا با زمینه و زمانه و زندگی فیلسوف هم به شدت در هم تنیده است نمونه اعلاش هم با سقرات سقرات بدونه که یک واژه متن فلسفی بنویسه اما فلسفه داره این نکته تحمل برانگیزه چگونه صغرات تحمل داره ببخشید فلسفه داره بدون اینکه چیزی این فلسفه نوشته باشه فلسفه ای به صورت متن بیرون داده باشه چون که اساسا زندگی و مرگ صغرات در آتن همش همون فلسفه اوست به یک معنا اگر که سخنانی که گفته و محاوراتی که داشتم به حال جزء اون زندگی حساب بکنیم چون فارغ از اون زندگی این کارو نکرده نه نوشته شب در کنج پستویی مطالب خودش رو به کاغذ بلکه در بطن زندگی این رو انجام میداده این عین نمونه اعلای در واقع کسی است که زندگیش عین فلسفشه اینو در مرگ سقراط بیشتر از هر جایی شاید بشه گفت در تاریخ فلسفه به طور کلی ما شاهده این هستیم که چگونه زندگی یک نفر و یا مرگ یک نفر عین فلسفه او میشه بنابراین بعضا اینها به هم ارتباط دارن ما اینو در مورد فیلسوفی مثل افلاتون و فیلسوفان دیگه در درس گفتارها هم همین هستن ولی در مورد افلاتون هم این رو خواهیم دید بعد در مورد این تعمل خواهیم کرد که چرا دقایقی از زندگی افلاتون رو اینجا برای ما ترسیم میکنه خود ایگل هم درباره سقراط اینو میگه سراحتا هم میگه میگه که سرنوشت سقراط حالا ما میتونیم بجای سرنوشت اینجا زندگی هم بگذاریم میگه سرنوشت سقراط و فلسفه سقراط عین یکدیگر یا یکی و همان هستند اینا هم میگه که سقراط مثل یه قارچی نبوده که شب بخوابیم صبح بیداشیم از زمین رویده باشه بلکه زندگی او و بنابراین فلسفه او در یک ادامه ای قرار داره در تداوم متعینی قرار داره با زمانه خود سقرات همینجا این تفسیر هم اضافه کنم که این به این معنی نیست که حالا همه جزئیات زندگی نامه هر فیلسوفی بیوگرافی هر فیلسوفی لزومن و یا حتی زمینه و زمانه او لزوما به اندیشه و ارتباط و مستقیم داره یه ظرافتی اینجا هست اون ضرافت رو باید ما در نظر بگیریم دچار این خلط نشیم که در حینه این اینکه ما در متن به پیش بری هم به این نکته اشاره بیشتری خواهیم داشت خب این مقدمات رو من به پایان میبرم و ما پیشنهاد میکنم که وارد متن بشیم و شروع کنیم به خوندن متن من اجازه بدید که متن آلمانی رو به اشتراک بگذارم با دوستان جوری که روی صفحتون رو بتونید ببینید یه بازخوردی اگر لطف کنید به من بدید که آیا متن رو میبینن دوستان یا خیر یه مدار طول میکشه شاید تا بارگیری بشه ولی چه بدید خب من متن رو از رو بنا دارم که بخونم از روی اصل آلمانیش از روی این نسخه که خدمتون توضیح شده دادم و ترجمه کنیم و دقایقش رو مفرداتش رو بررسی کنیم و درش به پیش بریم حالا دوستانی که این متن دارن از همین متن میتونن استفاده کنن یا از ترجمه من وارد خود متن میشم از اینجا به بعد وارد موضوع اصلیمون میشیم در واقع خب این بخش نخست هست در واقع جلد 19 هست از سه جلدی که درس گفتارا بهش اختصاص دارن بخش نخست در واقع بخش فصل دوم هست و که در واقع کتاب دوم هست و فصل سومش هست که به افلاطون و ارسطو میپردازه در ابتدا philosophie des platon dies ist ausbildung zur wissenschaft und näher des sokratischen standpunkts zur wissenschaftlichkeit mit platon fängt die philosophische wissenschaft als wissenschaft an این یعنی این فلسفه افلاتون منظورشه آسبیلدونگ است به سمت ویسنشافت حالا توضیح میدم باید این آسبیلدونگ و این ویسنشافت به این راحتی نمیشه ترجمه کرد فلسفه افلاتون آسبیلدونگ است به جانب ویسنشافت به بیان دقیق تر فرایند این در واقع این آسبیلدونگ این فرایند این فرساخته شدن به موضع و مقام در واقع فرایند فرساخته شدن موضع و مقام سقراطی به علمیت به ویسنشافلیکایت توضیح خواهم داد و جمله بعدی با اف... جمله بعدی با افلاتون دوستان میکروفوناشون لطفا قطع بکنن تشکر میکنم با افلاتون علم فلسفه به مسابه علم آغاز می شود برای اینکه اینو بشه ترجمه کرد با این مقدار مفرداتش رو من توضیح بدم بعد سعی می کنیم با دقت بیشتری اینو ترجمهش بکنیم که متوجه بشیم چی, داریم که اول بپردازیم به, به اون واژه آسپیلدون آس بیلدون در لغت یعنی کارآموزی در واقع وقتی کسی میخواد یک فنی رو یک علمی رو بیاموزه وارد مرحله آس بیلدونگ میشه تا بعد از اون به مرحله بیلدونگ سیر بکنه یعنی در واقع اون فرهیختگی و اون پرورش و اون آموزش در او محقق بشه اینجا میشود ازش به عنوان روند یا فرایند اون پرورش یاد کرد در به اون ترجمه کرد در روند اون روند اون آغاز و اون آماده شدن برای برساخته شدن برای فرساخته شدن برای تربیت و برای پرورشه در واقع فلسفه يه. به بیان دیگه بخوایم وارد جمله بشیم فلسفه افلاتون آغاز فرایند به جانب فرایند ساخته شدن به جانب علمه به جانب ویسنشافت که این ویسنشافت حالا من به علم میذارم توضیحشو میدم که معناش چیه یعنی اینو بعدا یه مقدار درش تدقیق خواهیم کرد که چرا آغازشه و نه اتمامش اما خود ویسنشافت ویسنشافت مفهوم مهمیه دوستانی که با ایدالیزم آلمانی آشنایی دارن از کانت اله گل قطعا در متون زیادی با این مفهوم برخورد داشتن یه معنای لغوی داره اون معنای لغویش شاید امروز در زبان روزمره خیلی به این معنا کاربرد نداشته باشه ولی کماکان در این معنا صادقه و معتبره و اونم این که نسبت به چیزی نسبت به یک عمری وقتی کسی شناختی داشته باشه دانشی داشته باشه به شرط که اون دانش البته یه عمقی هم داشته باشه و پیوند بین امور رو تشخیص بتونه بده یک بینش و وسیرتی نسبت به درهمتنیدگی های امور داشته باشه نه فقط نسبت به اینکه یک امر مفردی واجد یک صفت مفردی است مثلا این سیب قرمز است این دانش محسوب نمیشه اگرچه که به نوعی یک نوع خامی از شناخت هست ولی به اون معنا ویسنشافت محسوب نمیشه ویسنشافت در واقع یک مرحله فراتر به معنای دانستن در واقع ویسنشافت در این معنا یعنی اینکه یک فردی عالم یک امری باشه متخصص یک امری باشه این معنی تا حدود لغوی ویسنشافته میشه همینجا هم به دانش یا علم ترجمهش کردیش مشکل خاصی هم پیش نمیاد ویزنشافت در معنی فلسفیش که از کانت به بعد اهمیت زیادی پیدا میکنه در واقع از اون شکل فردی دیگه میاد بیرون اینجا دانستن کماهو و دانستنه و نه دانستن من و شما نه دانستن متناهی و تکین یا دانستن یک فرد بلکه دانستن چونان دانستن اون میشه ویسنشافت چرا؟ چون اون دانستن چونان دانستن, دانستن فی نفسه در خودش یک دستگاه مندی داره اون دستگاه مندی که از طریق اون دستگاه مندی کلیات و جزئیات و مفردات با همدیگه در یه پیوندی قرار میگیره و همچنین این دانستن مبتنی یعنی در اون دستگاه دانستن و اون ارتباطات و پیوندهایی که در این دستگاه دانستن موجود هستن بنیانشون هم یک کلیت و ضرورته اینو خیلی خیلی این سخن ما رو به یاد کانت قطعا میاندازه یه چیز دیگری که هگل به این مفهوم اضافه میکنه مفهوم توتالیتت یا تمامیت این ویسنشافت این نوع دانستن این علم واجد تمامیت هم هست اینجا یه مقدار تفاوت داره باز با کانت و شاید برخی فیلسوفان دیگه یعنی چیزی بیرون از این دانستن نیست ویسنشافت همه چیزه و چیزی فراتر از ویسنشافت اساسا ما نداریم و حد اعلای دانستن هم هست ویسنشافت از نظر هگل خاطر همین هم هست برای, برای هگل همون فلسفه است ویسنشافت و فیلوزوفی هر دو یکی و همان هستند برای, برای هیگل. در واقع این خودش نشون میده که از نظر هگل همه علوم دیگری که تاکنون علم نامیده میشدن مثل علم شیمی، علم فیزیک و غیره و غیره اصلا علم نیستن به اون معنا چون حد نهایی دانستن نیستند یعنی به غلط نامشون ویزنشافت گذاشته شده بوده یا ویزنشافت نیستن ویزنشافت فقط یک چیزه از نظر هگل و هم فلسفه است به بیان کانتی یه مقدار اینو بخوایم بازش بکنیم میشه اینکه اون تکبرنهاده ها اون احکامی که در یک علم هستن اینها وقتی علمند که دارای ضرورت و واجد ضرورت و کلیت باشن و تو یک دستگاهی به هم پیوسته در ارتباط و اتصال منطقی با هم دیگه قرار داشته باشن در واقع یعنی که هر حکم حالا ولو به واسطه ولی قابل گذار به حکم یا احکام دیگری باشه و هر حکم هم حالا ولو به واسطه یا شاید هم بشه گفت ضرورتا به واسطه باید قابل استنتاج و استنباط و استخراج از احکام دیگه باشه اون وقت اینا که در کنار هم قرار بگیرن میشود علم ما اینو در علم شیمی و علم فیزیک و اینها هم میبینیم احکام اینها هم یه ارتباطات منطقی و کلی و ضروری با هم دیگه دارن حالا به بیان هگلی که اینجا یه مقدار متفاوت میشه از بیان کانتی همین اصول من، اما نه دیگه در مورد احکام بلکه درباره مفاهیم این فرق هگل با کانت اینجاست در باب علم در باب ویسنشافت چرا چون که هگل مفهوم رو فراتر از حکم میدونه یعنی حکم همون اورتایل در آلمانی یه تبیین ناقصی است از نظر هگل که امکان علمی شدن به فلسفه نمیده در واقع اون پیوندهایی بین احکام که کانت بهش اشاره میکنه از نظر هگل از طریق احکام ممکن نمیشه احکام این امکان رو به ما نمیدن که بتونیم اون پیوندها رو ایجاد بکنیم چه چیزی جای اون رو میگیره در نزد هگل در نزد هگل اسپکولاتیو وزاتس یا برنهاد فراکران نگر یا گزاره نظرورز هم به نظر من به غلط ترجمهش میکنن ولی حالا برای اینکه تقریب ذهن بشه که منظور چیه اسپکولاتیو وزاتس میاد جای حکم رو میگیره در هگل و اون پیوندها رو ایجاد میکنه و به فلسفه امکان دستگاه مند شدن و دستگاه علم امکان دستگاه شدن و امکان علم شدن میبخشه حالا یه نکته جانبی هم اینجا برای ما میتونه جالب توجه باشه و با اونم اینکه این گرایش به علمی کردن فلسفه و این تاکید بیش از حد روی ویسنشافت که در اون دوره ما خیلی شاهده این هستیم همه فیلسوفان میخوان فلسفه رو ویسنشافتش بکنن این از کجا اومده این پرداختن بهش برای ما میتونه مدار اهمیت داشته باشه برای فهم بهتر این این به خصوص این سخن این سخن آخر این جمله این جمله این که اینجا در متن هست اینجا یه ای مدار باید به تاریخ فلسفه ما مراجعه بکنیم همونطور که میدونید از روزگار باستان هندسه یه مستاق و الگویی بوده از قضا برای همین ویسنشافت یعنی برای همین مفهومی که الان ما توضیحش رو دادیم یه الگوی خیلی خوبی محسوب می شده از قدیم هندسه هم ضرورت داشته هم کلیت داشته هم دستگاه مندی داشته بر اساس یه اصولی استنباط میشن اصول دیگه و قضایی دیگه و اینها همه برساخته میشن و به هم پیوند دارند و همه اون توصیفاتی که در مورد ویزنشوف من الان خدمت شما عرض کردم درباره هندسه صادق بوده این هم از همون ابتدا هم این رو میدونسته و همواره یک آرمانی بوده برای همه علوم دیگه که یه چیزی شبیه این بشن از اون طرف توی دوره حالا قرن 16 الی 18 توی اون دوره ما شاهد برآمدن علوم طبیعی هستیم در کنار علوم ریاضی که خود این علوم ریاضی هم از علوم هندسی به جانب علوم علوم بر حساب متمایل میشن یعنی ریاضی اینجا نه دیگه مثل قدیم فقط هندسه بلکه هندسه و حساب هر دو میشود و همچنین خب فیزیک و آزمایش تجربی یعنی در واقع این علوم طبیعی شروع میکنن خودشون رو واجد اون شرایطی نشون دادند که ما نشون دادن که ما برای بیسنشافت قائل شدیم به خصوص پارادایم فیزیک ارسطویی به فیزیک ناارسطویی تغییر پیدا میکنه و این علوم بر اون اساس میتونن خودشون رو علم اسم خودشون رو علم بنهند اساسا همونطور که میدونید فیلسوفان خیلی زیادی هم توی اون دوره از دکارت اسپینوزا لایبنیتس گرفته تا خب کانت و هگل اینا همه میکوشیدن که این, این مقام رو برای فب... این این فلسفه رو به این مقام بتونن برسونن اساسا شما پیشگفتار کانت رو بخونید میبینید که چقدر مسئله کانت و چقدر دغدغه کانت ارتباط مستقیم داره دقیقا به همین موضوع اینکه اونچه که کانت ازش با اصطلاح نبردگاه یاد میکنه به متافیزیک میگه نبردگاه نبردگاه متافیزیک این فقط این نبرد و این دعوا در این نبردگاه وقتی فیصله پیدا میکنه از نظر کانت که متافیزیک بتونه ویستنشافت بشه فقط در این صورت حالا حالا برگردیم به متن خودمون اینجا دو تا پرسش پدید میاد به نظر من با خوندن همین دو جمله یکی این که خب اینجا هگل میگه که این فلسفه یعنی فلسفه افلاتون آغاز برساخته شدن به جانب علم بود و به بیان دقیقتر اون نه دستوکراتیشن شدن سو چه چیزی رو به جانب علم سود، سوق داد اون نظرگاه سقراتی رو سوق داد پرسش اولی که خب چرا فلسفه سقرات علم نشد چرا فلسفه سقرات از منظر هگل علم نیست این برمیگرده به روش سقراتی که اونو بازی مقداری درش تعمل بکنیم ما روش زهرات همون که میدونید اشاره هم کردم یه مندار بهش این بود که خودش چیزی رو آموزش نمیداد به مخاطبان خودش مدعاش این بود لاغا و اجازه میداد دیگران به او توضیح بدن و آموزش بدن که هر چیزی چیست پرسش های مطرح میکرد هیچ وقت در پی این نبود که بخواد چیزی رو بزنن به نحو ایجابی و تحصیلی به کسی آموزش بده مخاطبا رو وارد وادار میکرد در واقع وارد بحث با و بشند و همونطور که گفتم اونها رو وادار هم میکرد از امور و تکین و جزئی به امر کلی فرا بگذرن این اون روش فلسفی سقراط بود بگم. حالا کاری که سقراط میکرد این بود که اون امر کلی که در حین سخن گفتن در حین دیالوگ یا همون دیالوگ استای با مخاطبان خودش پدید میآمد رو این رو بر برمی‌گرفت و بعد نشون میداد که این این امر کلی با خودش متناقضه این یکی از کارهایی بود که سقراط به لحاظ فرمی انجام میده یعنی فرم اون اصول رو میگرفت و تناقض منطقی رو در فرم اونها عیان میکرد هم برای مخاطب و هم برای خودش سقراط همیشه ما توی محاورات این رو میبینیم که گویی پیشتر خودش به همه اینها اندیشه فقط اندیشیده است فقط میخواد اینا رو به منسه ظهور برسونه برای مخاطبین خودش ولی به هر حال کاری که سقراط کرد این بود جزئیات مفردات رو میبرد میبرد صوق میداد به سمت کلی اون کلی رو میگیره فرمش رو دوباره میشکست و نشون میداد این با خودش متناقضه از این تناقض فرمی به لحاظ محتوایی هم مشکلاتی بیرون میکشید یعنی از حیز محتوا هم اون کلیت رو می آورد مبنا قرار میداد یه سری محتواهای از امر جزئی از امر مفتکین از امر فردی محتوایی رو می گرفت داخل اون میگه و نشون میداد که این کلیت صدق نمیکنه در مورد اونها به بیان دیگه این کلیت نشون میده که اصلا کلیت نداره اون چیزی که به عنوان کلی اومده بیرون از غذا با خودش متناقضه چون صادق نیست در همه موارد کلیتش زیر سوال میره حالا این روش سقراطی از این جهت منتهی به علم نشد لاقل از منظر هگل که این ندانستن سقراطی به لحاظ یک ندانستنی بود که فقط میتونست فرم بده به اندیشه و نه محتوا حالا این یه مقدار من سعی کنم بازش بکنم اه... سقرات اینو بعدا هم هگل بهش بیشتر خواهد پرداخت توی بخش سقرات در جلد هیچده هم همین درس گفتارها هم که من توصیه کردم دوستان مراجعه بکنند هم این نکته رو خود هگل هم بیشتر توضیحش داده بش بیشتر برخواهیم خورد در همین درس گفتارهای خودمون در این دوره خودمون دکتر اینجاست که زهرات فقط یک مفهوم ایجابی عرضه میکنه تنها یک مفهوم ایجابی و اون هم مفهوم آگاتون همین مفهوم رو هم زهرات البته به صورت, به صورت دستگاهمند عرضه نمی یعنی اون صورتبندی اندیشه رو در قالب یک آموزه یا یک دستگاه یه چیزی مانند اینکه یه محتوایی هم درش باشه به این شکل ما در نزد سقراط نمیابیم این, این, تفاوتی هم که سقراط با سوفستاییان داره هم در همین نکته ظریف نهفته است که سقراط این آگاتون رو عرضه میکنه حداقل سوفستاییان همین رو هم ندارن سوفستاییان تنها بازی با فرم کارشون در حالی که سقراط یک محتوایی رو هم میاره وارد میکنه ولی از عهده اه، علمی کردن اون به بیان هگل بر نمیاد از نظر سقراط هم انسان معیار همه چیزه مثل سوفسطائیان اونا هم ادعاشون همین بوده که انسان معیار همه چیزه میزان سنجش همه چیزه اما برای سقراط این نکته رو هگل برای ما بعدا بیشتر خواهد گشود یا در, در, جلد هجده هم شما اگر مراجعه بکن اونجا به تفصیل این موجوده که سقراط انسان رو انسان برای سقراط نه اون انسان به بیان امروزی سوبژکتیو سوفستایی بلکه انسان چونان اندیشه است که مطرحه و انسان چونان اندیشه است که معیار همه چیزه انسان در این همانی خودش با اندیشه است که معیار همه این تفاوت سقراط با سوفستایی چرا چون حالا اندیشه از قضا از اون تکسرات و جزئیات به امر کلی میرسه و اون امر کلیه که تفاوت ایجاد میکنه اون حرکت از جزئیات که سوفسطائیان برش میخواستند آمدن متوقف بمونند رو به سمت کلی شکل میده حالا اگر این کلی اگر این کلی که سقراط در پی او بود اگر بتونه در وهله بعدی به به مسابه دلیل و مبنای اون تکسرات و جزئیات اندیشیده بشه اون وقت ما یک مفهومی رو خواهیم داشت که در عین کلی بودن انتظایی نیست مثل کلیات سوفستایی و میتونه دلیل و مبنای اون تفردات و جزئیات و تکسرات عالم هستی هم قرار بگیره یعنی نه فقط اینجا دیگه انسان فارغ از محتوا اندیشه انسانی فارغ از محتوا بشه معیار همه چیز بلکه خود اون محتوا بتونه معیار همه چیز بشه دوستانی که با فلسفه یکی نیمه دارن میبینن که اینجا چه شباهت و پیوند هایی وجود داره بین این تفسیر سقراطی و خود فلسفه هگل یعنی در واقع اون مفهوم آگاتونی که سقراط بر سازه که البته هنوز دستگاهمندش مندش نمی کنه این کار رو افلاتون می کنه. اون مفهوم آگاتون یک مفهوم که صرف نیست بلکه یک مفهوم انتولوژیک هم هست یعنی اون کلی که سقرات مفردات و تکسرات رو به جانبش سیر میده در محاورات در نهایت چونان دلیل و مبنای کل هستی و کائنات خودش رو نشون میده این نکته ایست که پل... افلاتون این رو در میابه و بعد بستش میده همین همینجاست که هر واقع افلاتون وارد صحنه میشه و فلسفه رو علمی میکنه به بیان اگل همین هم هست دلیل این که یعنی در واقع فرق, فرق با افلاتون در همین نقطه هم خودش رو باز نشون میده طوری که خوب یا آگاتونی که سقرات ازش سخن میگه از اونجا که در آستانه علمی شدن قرار, قرار داره یه بدا سویه های اخلاقی به خودش میگیره یعنی تفسیری که ما از سقرات داریم همونطور که میدونید سقرات رو واضح اتیک به شمار میارن سویه که ما سویه اخلاقی که ما از این مفهوم آگاتون یا مفهوم خوب در نزد سقرات درک میکنیم خیلی پررنگ تره به خاطر همین هم, هست که میشود این آگاتون رو در نزد سقرات به خیر ترجمه کرد ولی در افلاتون اینطور دیگه نیست آگاتون یا خوب در نزد افلاتون خیر اخلاقی صرف نیست بلکه یک خوبی است چونان مبنا و دلیل همه همه هستی چه انسان چه هستی عرفی چه هستی طبیعی هر دو در این معنا اون خوبی که ما اینجا باش مواجه هستیم یک خوبی یک آگاتون نیست که خودش به خودش تعین میبخشه اینجا دیگه افلاتون اینجا میاد وارد صحنه میشه و همین اندیشه رو بست میده همین اندیشه که سقراط در آستانش ایستاده همین مفهوم با. یعنی آگاتون هم از حیث منطقی هم از حیث تاریخی شروع میکنه به بست پیدا کردن و خودش به خودش تعین میده این رو افلاتون میخواد بعد به نشون بده هگل هم اینو به دقت میکاوه بهش خواهیم رسید یعنی خوب یا آگاتون دلیل و مبنای خودش رو در خودش داره و از طرفی خودش هم در جهان به خودش تحقق میبخشه یه چنین خوبی است که اون وقت میتونه این سگانه اونتولوژیک اخلاقی اپیستمولوژیک رو به هم پیوند بده یعنی چونان مبدع همه جهان و همچنین هر فرد تکین و همهنگام به عنوان قایت همه جهان و قایت هر فرد تکین یعنی هم سوی اونتولوژیک یعنی هم مبدع هر فردیت و هم مبدع بود و هستی و هم به عنوان یک قایت اخلاقی دوستان میکروفونشون رو لطفا خاموش کنن خب صغلات همونجا گفتم این محتوا یعنی آگاتون رو به صورت دستگاهمند و علمی خودش تر، ترسیم نکرد و پروروندر این محتوا به نحو دستگاهمند در افلاطون از نظر هگل که اتفاق مییافته بنابراین می پلاتون فنکتی فیلوزوفی ویسنشافت الس ویسنشافت آن یعنی با افلاتون علم فلسفی چونان علم آغاز میشود اینجا یه نکته هم دوباره باز قابل تعمله و اونم این که هگل اصطلاح علم فلسفی رو به کار اینجا میبره یا لاقل مدرن درس گفتار رو اینطور آمده است با اینکه من توضیح دادم که علم و فلسفه هر دو در واقع برای اون یکی هستن اینجا میشه به اون سویه علمی و حیثیت علمیت فلسفه در واقع اینجا اشاره کرد حالا یه پرسش دومی هم اینجا پیش میاد همینجا اونم هم این که اگر از نظر هگل افلاتون آغاز فرایند برساخته شدن فلسفه به علمه پس این همه تلاشی که من خود هگل انجام میده برای ارتقای فلسفه بعد از هزاران سال پس از افلاتون برای ارتقای فلسفه به علم پس این تلاش ها چیه؟ این همه فیلسوف پس از افلاطون، افلاتون اون هم در قرن 16 الا 18 الا 19 که علمیت فلسفه میپردازن اگر افلاتون بنا به این سخنی که ما اینجا میبینیم در درس گفتارها فلسفه رو به علم تبدیل کرد پس این همه داستان دیگه چه معنایی داره من اجازه میخوام که این پاسخ این پرسش رو بعدا به بعد واگذار کنم چون که در متن خودش به این پرسش پاسخ میده این پرسشی که ما در انداختیم پاسخ خواهد داد من فقط مجمل دو نکته رو میخوام بگم که بعد اینها رو بهش بیشتر خواهیم پرداخت اولا اینکه که همونطور که اینجا میبینیم بگیر میگه که افلاتون آغاز علمی شدن فلسفه است نه انتهای اون یه نکته دوم اینکه که و این رو بیشتر خواهیم کاوید اینکه علمی شدن فلسفه سقراطی توسط افلاطون از از حیث است نه از حیث صورت این نکته مهمه اینو بعدا خواهیم کاوید که دقیقا به چه معناست خب ام، یه جمله دیگه می میریم در متن یه مقدار جلوتر این جمله رو می پلاتون گهرد آغت زودن زوگاتی کن در زمره سغراتیان است در زمره مکتب سغرات است که مکتب سغرات دقیقا چیست رو و اینکه منظور هگل از سغراتیان کدوم فیلسفه هستن شما میتونید با مراجعه به فصول پیشینی همین درس گفتارهای تاریخ فلسفه در بیابید توصیه میکنم این کار رو هم بکنید حتما هگل افلاتون در ادامه همون سنت و همون مکتب میبینه ایست بغیم تست در فخویند اون چوهر است او مشهورترین دوستان و مستمعان سقرات است und der das Prinzip des Sokrates, dass das Wesen im Bewusstsein Wesen des Bewusstseins ist, in seiner Wahrheit auffasste. So dass der ist, das Absolute im Gedanken. dass das Absolute im Gedanken und alle Realität der Gedanke ist. این مطلق در اندیشه یا درون اندیشه و همه واقعیت همان اندیشه است. در واقع این اینجوری خونده است از این گدانکن است و alle realität der gedanke ist. که مطلق در اندیشه است و همه واقعیت همانا یا همان اندیشه است. خب اینجا ما یک اصطلاحی رو باش مواجهیم اینو باید یه مدار بیشتر درش تعمل بکنیم اصل پرینسیپ سقرات است اصل سقرات یکی داره میگه که افلاتون به عنوان مشهورترین و مهمترین سقراتی به این معنا اصل سقرات رو بر میگیره و او رو این اصل رو افلاتونه که تنها این اصل رو در حقیقت خودش در میابه. الباقی سقراطیون گویا از نظر هگل خب این رو در نمیابن تنها افلاتونه که این از کدوم اصل این یه مقدار مهمه برای ما دست دست ویزن این به وستزاین ویزن دست به است یه مقدار جمله هگلی یه مقدار جمله شاید در وحله نخست آشکار نباشه که منظور ازش چیه این که ذات در آگاهی دست ویزن این به ذات آگاهی است اضافی این اصل بنا به گفته هیگل. این اصل افلاتون در حقیقت خودش به تمامی درک میکنه و در حالا این اصل سقراطی چیه اینو باز یه مقدار بکاویم که ببینید منظور ایگل از این سخن چیست که اینجا داره میگه خب سقراط از یک سو اون اصل حاکم بر جهان طبیعت که پیشا سقراطیان با او خیلی درگیر بودن یه در واقع اینجور اندیشیدن به کائنات اندیشیدن به هستی و همچنین اصلی که در جهان عرفی یونانی حاکم بوده به طور مشخص در آتن یعنی اون قوانین و قواعد اخلاقی که در نزد یونانیان حکم فرما بوده و بدون که یونانیان به اونها بیاندیشند پیروی میکردن از اونها به همون اندازه براشون اعتبار داشته که قوانین طبیعت براشون اعتبار داشته نه به معنای علمی امروزیش و که اونها هم به حال این رو میدونستن که طبیعت هم واجد قانون است اما یه سری قوانینی هم هستن که این قوانین از نظر سوفستایی ها منچه انسانی از نظر عرف یونانی منچه الهی دارن یعنی خداوند یا خدا خدایان این قوانین رو بر ما حاکم کردن و باید پیروی بکنیم سقرات این دوتا اصل رو در واقع اصل اون اصولی که بر جهان طبیعی حاکم بود و همونطور که ارز کردم فیلسوفان پیش از سقرات خیلی با اون درگیر بودن و اصل جهان عرفی یونانی رو اینها رو به اصل اخلاقیت میاد سوق میده تو که قبلا هم عرض کردم سقراط رو مبده اخلاق میدونن به خاطر همینه حالا این یعنی چی دقیقا؟ ام خب قانون طبیعت و هم قانون عرف هم تو که عرض کردم از نظر یونانی قانون ازلی و ابدی بودند یعنی حاکمه بودند این عرفی که دارم میگم با سخنی که سوفستاییان علم کردند متفاوته انسان یونانی به نحو سنتی در عرف زندگی میکرده چونان قوانینی که از جانب خداوند بر او وضع شده بودن و در زندگی او حاکم بودن با باید رعایت که چون چرا نداشت قانون خدایان بود حالا اندیشه به لحاظ روش به لحاظ فرم تا پیش از سقرات برای کسب معرفت و شناخت نسبت به این قوانین حالا طبیعی یا عرفی در واقع به ذات امور به طور کلی متوجه خود همین امور بود یعنی اینکه اندیشه یه چیزی رو این وسط فراموش کرده بود وقتی میخواست به این جهان بیاندیشه قوانین این جهان رو دریابه به خود این جهان مینگریست وقتی میخواست به قوانین عرفی بپردازه به, به خود این قوانین مینگریست و به سرمنچه الهی اونها میاندیشید بدون اینکه یک امری رو به خاطر بیاره این اون کاریست که سقرات کرد یعنی به یک بیان دیگه تز اصلی سقرات این بود که کسب معرفت و کسب شناخت خواه درباره قوانین طبیعی خواه درباره عرف و سرمنشه عرف و این اموری از این دست بدون یک خود اندیشی ممکن نیست در واقع تز سقرات این بود که اندیشیدن تا به حال خودش رو فراموش کرده فقط به اون امری که موضوع قرار داره داره میاندیشه ولی به خودش باز نمیگرده به خودش نمیاندیشه که چرا میاندیشه چگونه میاندیشه در واقع از نظر سقرات هم اندیشیدن به هستی مستلزم اینه که اندیشه به خودش بیاندیشه به نحو اولا یا به زبان امروزی میتونیم بگیم که اندیشه از ابژه طبیعی به جانب خودش سوق داده بشه یعنی به اون بود رو اون هستی رو اون زاین رو در زبان آلمانی بهش میگن اون رو از از خودش بی، از اون زا، از اون زاین بودنش از اون هستی بودن بیرون بکشه نشون بده که ذات او ذات اون زاین ذات او هستی ذات اون طبیعت از جنس اندیشیدنه اندیشیدن به عرف هم همینه یعنی در واقع سقراط نشون داد که اندیشیدن به عرف هم مستلزم اینه که اندیشه دوباره به خودش بازگرده به خودش بی اندیشه در واقع باز به بیان امروز از اون ابژه عرفی به جانب سوژه بازگرده سوق داده بشه اصطلاح عرف در آلمانی که برای هگل اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه اصطلاح زیتلیشکایت این زیتلیشکایت فی یونانی رو سقراط از از خودش بیرون میکشه از،, از, خودش یعنی از خود اون زیتلیشکایت بیرون میکشه و نشون میده که ذاتش از, اون، از, اون،, موضوع و از اون مقامش بیرون میکشه منظورم اینه از اون جایگاه از اون جایگاه نامتزلزلی که تا کنون داشت بیرون میکشه و اندیشه رو در واقع در او فرو میکنه و با اندیشه میره به سراغ او و اصلا نشون میده که ذات این امر عرفی و این امر این قانون عرفی اساسا یک امر اخلاقی است فرق عرف و, و اخلاق هم اساسا یکی از فرقهاش لااقل همینه اینکه اولی قانون خدایان دومی قانون سوژه است به بیان کانتی اگه بخوایم اینو در نظر بیارید برای تقریب به ذهن اتونومی کانتی یعنی همین اتونومی اتیک کانتی در واقع همین که این دیگه قانون خدایان نیست این یک امر وضع شده بین چون و چرا نیست بلکه قانونی است که خود سوژه خود من در واقع خود اندیشه به بیان دقیقتر خود اندیشه او رو وضع میکنه و ذات او اساسا چیزی جز همین اندیشه نیست بنابراین هم قانون طبیعت هم قانون عرف اینا ذاتشون اندیشه است این نکته است که بنا به خانه شیگل سقراط در واقع بهش میرسه و اینو به عنوان اصل خودش اساسا قرار میده اصل و چکیده فلسفه او به یک معنا همین این اخلاقیت هم همین معنا رو داره اخلاقیت یعنی سوبژکتیو شدن عرف عرف وقتی زیدلیشکایت وقتی سوبژکتیو هست در مقام در هیئت سوبژکتیو خودش قرار داره ه... هگل اسم اینو میذاره مورالیتت یا اخلاقیت که این در مورد سقراط از اه... نظر هگل به این شکل صدق میکنه بنابراین اینجا نباید سطحی اندیشی ما داشته باشیم اخلاق رو به اون معنی که ما امروز درک میکنیم مثلا کار خوب کردن کار بد نکردن اینو قاطی بکنیم با مثلا عرف در باز دوباره در معنای امروزینش باید, باید اینها رو انعکاس بدیم در مفاهیمی که در اون دوره بر اندیشه یونانی حاکم بودند و تغییراتی که هر فیلسوفی به جمله در این مورد خاص سهرات اومدند و در این اندیشه به وجود آوردن در این معنا یعنی بر اساس این اصل سقراطی اگر حقیقتی هست یا اگر حقیقتی میخواد حقیقت باشه این حقیقت فارق از سوژه فارق از آگاهی فارق از اندیشه نیست و نخواهد بود این نکته اون مغز اصلی این سخنی که اون ذاتی رو که در آگاهی بود ابژه آگاهی بود به یک معنا نشون میده که اساسا اون ذات از جنس آگاهی است از قماش آگاهی است چیزی جز آگاهی نیست اندیشه با هستی در واقع اینجا یه پیوندی پیدا میکنه حالا اینجا پرسش پیش میده خب این کار رو تقریباً سوفستایان هم انجام دادن به یک معنا می شود گفت تفاوتاش رو من ذکر کردم یک تفاوت دیگرش اینه که این اندیشه که سقرات ازش سخن میگه اندیشه چونان اندیشه است همونطور گفتم انسان چونان اندیشه مفهوم انسان چونان اندیشه نه من و شما تکی نه انسان تکی نه انسانی که ما به نحوه تجربی او رو میفهمیم مفهوم انسان اساسا بدون مفهوم اندیشه قابل اندیشیدن نیست به این معنى. بیان عرستویی هم از این است که, که انسان اساسا موجودی است که انسان اساسا خود اندیش است بین من خب حالا اینجا یه اصطلاحی وجود داره یه اصطلاح در واقع در همین دوره قرن فلسفه قرن هفته و این اصطلاح خیلی شکل میگیره پیش از اون هم هست ولی به این معنا اینجا خیلی شکل میگیره که از غذا خیلی خوب بیانگر همین اصل است و اونم اصطلاح رفلکسیون هست رفلکسیون ما معمولا به بازتاب یا انعکاس ترجمه میکنیم یک مقدار متاسفانه توی این ترجمه یک حیثیتی گم میشه و از بین میره متاسفانه و اونم حیثیت به خود بازگشتن این به خود بازگشتن همین توضیحاتی که من در مورد اصل سقراطی الان خدمت شما دادم این همون رفلکسیون هست یعنی به خود بازگشتن اون انعکاس و اون بازتاب در واقع مثل یه شعای نوری نیست بره به آینه بخوره بره یه جای دیگه ای. به خودش داره باز میگرده این به خود باز این در آینه خود را دیدنه که معنای اصلی رفلکسیونه و اینجا اندیشه است که در واقع به خودش باز میگرده خودش رو میاندیشه این رو ما یه مقدار در وقتی رفلکسیون رو به انعکاس یا باستاب ترجمه کنیم باید حداقل بهش توجه داشته باشی این از دست میره یه مقدار ترجمه در واقع این بازگشته به خوده انعکاس به خوده این بازتاب به خود اون خود اینجا خیلی مهمه حالا صغرات هم هم هستی رو و هم عرف رو بازتابی یا همون انعکاسی یا بازگشت، بازگشتی میکندش یعنی اونها رو راجع میکنه به خود و نشون میده که این چیزی جز خود همون اندیشه در واقع در ذاتش چیزی جز اندیشه نیست دوستان متوجه میشن همینجا با همین توضیحات که این اولا یه جور تفسیر این خیلی مهمه تفسیر هگلیه و یه تفسیریه که به به یک بیان امروزی میشود اون رو این راجع بودن راجع به خود بودن رو این به خود انکاسیافتن یافتن رو به زبان امروزی میشه در واقع به نوعی بسته شدن نطفه سوبژکتیویته هم دونست اما دو تا نکته این اینکه نه سوبژکتیویته سوفستایی یه مقدار باید محتاط باشین در بکار بردن مفاهیم امروزی در مورد فلسفه باستان این سوبژکتیویته سوفستایی اولا نیست ثانیا سوبژکتیویته قرن قرون جدید نیست این نکته مهمه چون ما در به یک معنا در دوره باستان اساسا سوبژکتیویته در این معنای امروزی نداریم از این میگذریم پرانتز بسته حالا نکته اینجاست که اگر اینو مسامحتا این اصطلاح رو ما بخوایم به کار ببریم سقراط با انداختن لنگر این سوبژکتیویته در اون همون مفهوم آگاتون در واقع به یک معنای امروزی بنیان نوع سوبژکتیویته اوبجکتیو رو برمینه افلاتون حالا همین رو میاد برمیگیره علمیش میکنه از منظر هگل یعنی با اصطلاحات هگلی بخوایم این اتفاقی که اینجا افتاده بین سقرات و افلاتون رو بیان بکنیم این میشه که سقرات اساسا اون زاین رو متوجه خودش میکنه رو زاین رو رفلکتیو میکنه به خودش باز میگردونه و نشون میده که این ذات و او چیزی جز همین بازگشت نیست و این بازگشت هم چیزی جز اندیشه نیست بیان امروزی این سوبژکتیویته در واقع نفوذ میکنه هم در هستی هم در عرف در همه چیز در, در کائنات و مبنای اون رو مفهوم آگاتون قرار میده مفهوم خوب قرار میده که در نزد سقرات هم تو گفتم یک مقدار سویه و رنگ اخلاقیت داره به معنای منطقی کلمه باز تاکید میکنم نه اخلاق به معنی کار خوب کردن کار بد کردن اون آرته ای که سقرات ازش سخن میگه به معنای کار اخلاقی خوب کردن صرفا نیست خیلی فراتر میره از اون حالا بحثی در جای خودش شاید بهش بپردازیم فعلا من میخوام خیلی این پرانتز بزرگ بشه حالا اون آگاتون کاری که میکنه و فرق سوفستایان با سقرات هم همینه یا با افلاتون به بخصوص آگاتون بنیان این سوبجکتیوی، سوبجکتیویته ابجکتیو رو برمینه این همون معنای سخن گله که ذات در آگاهی یا این سخنی که ما در متن داریم ذات در آگاهی ذات آگاهی است در واقع ذات ابژه آگاهی از جنس آگاهی است و نه چیزی غیر از اون یا بیرون از اون اینجا دوستان متوجه میشن اینجا این یگانگی اوبژه و, و سوژه به ترمینولوژی جدید در واقع می شود همون ایدئالیزم اگر دقت بکنیم ها این نکته خیلی جالبه این نکته رو اینجا می بینیم توی جمله بعدی اینجا دست از ابسلوت ایم گدنک ال ریالیتیت ده گدنک است مطلق در اندیشه و همه واقعیت اندیشه است این چیز جز, جز ایدئالیزم نیست حالا اگر اینجا یه

که بر اساس آن اندیشه باز به یک سو می روید و خود را به مسابه اندیشه آگاه اندیشه، یعنی جدا از واقعیت در می آبد و درک می و خود را در مقابل واقعیت قرار می دهد بلکه اندیشه ای که در یک, در یک یگانگی واحد به همان سان که واقعیت است نیز اندیشه است این به یک معنا میشود گفت که تعریف ایدالیسمه ولی اینجا یک یک نقدی میکنه به گونه ای از ایدالیزم که اون رو ایدالیزم ناقص یا کاذب مینامه من این اصطلاح رو یه توضیح در موردش بدم اصطلاح شلشت در زبان روزمره و لغوی به معنی بده در مقابل خوب مثلا یه جنس خوب داریم یه جنس بد داریم یه کار خوب داریم کار بد داریم ایگل این اصطلاح خیلی زیاد بخصوص در ترکیب با یه سری مفاهیم و اموری به کار میبره و از اونهای ترکیب وصفی با این اصطلاح شلشت یا بد میسازه که اینها از نظر هگل هر جا ما با اینها مواجه شدیم باید بدونیم که اینها متعلق هستند به حیات سفلاتری از آگاهی مثلا در واقع شاید بشه گفت که اشاره به این دارند که این حیات یا اون موصوفی که در واقع با وصف بد یا شلشت توصیف شده در نزد هگل یا در متن هگل همیشه یک اشاره داره به گونه ناحقیقی بودن گونه فاهمهی بودن در, در مقابل خردی بودن گرفتار تناقض بودن یک هیئت موقتی و گذرا از آگاهی بودن نمونه های زیادی هم هست مثلا یکی از معروفتری معروف اصطلاحات دیگه که که بروتگیگل با این اصطلاح شلشت میسازه سازه شلشت اون اوننندلیگکت نامتناهیت کاذب یا نامتناهیت ناقص یا حتی به معنای منطقیش می شود گفت نامتناهیت فاسد می اینو هم گفت یا مثلا از شلخته متافیزیک نام می بره متافیزیک کاذب متافیزیکی که هنوز علم نشده فلسفه نشده به اون معنای هگلی کلمه یا از دولت بد مثلا بهش اشاره میکنه در متن هیگل پیدا میکنه دولت بد یعنی دولت نه که دولت بد به معنای اخلاقی کلمه مثل کار بد مثلا بلکه دولتی که اساسا دولت به معنای حقیقی کلمه نیست یعنی تحققش با مفهومش تطابق نداره هنوز اون میشه باید دولت بد از منظر هیگل دولتی که اسمش دولته ولی ذاتش دولت نیست منطبق بر مفهوم دولت به معنای منطقی کلمش نیست و همچنین اینجا شلشت ایدئالیسموس یعنی ایدئالیسمی که هنوز به ایدئالیسم حقیقی نرسیده البته اینو در مورد افلاتون میگه یک میگه که فلسفه افلاتون یا اصل سقراطی فراتر میرود از این ایدئالیسم بد از این ایدئالیسم کاذب از این ایدئالیسم ناقص یا ناحقیقی یا فاهمه ای یا هر کالا میخوایم اسمش رو بگذاریم فلسفه رو فراتر از اون میدونه خیلی مهمه در مورد خود ایدالیزم من, من یه توضیحی بدم در تاریخ فلسفه ما انواع و اقسام ایدالیزم داریم ایدالیزم خام داریم که در واقع چیزی نیست جز نفی مطلق ریالیزم به یک معنا ایدال... ایدالیزم پارمنیدسی ما داریم در نزد پارمنیدس این... این سخن معروف پارمنیدس رو اگر دوستان در خاطر داشته باشند هست که میگه که اندیشه که یکی و همان هستند بودن و اندیشه توگار اوتو نوعی نستین تکای اینای یکی و همان هستند بودن و اندیشیدن ایدالیزم می شود شاید این رو یک نوع ایدالیزم پارمنیدسی دونست به یک معنا ایدالیزم افراتون رو داریم که خب موضوع درس ماست ایدالیزم برکلی رو داریم اگه دوستان باش آشنا باشن کانت اسم این رو میذاره ایدالیزم تجربی یا مادی یا ایدالیزم جزمی نوعی از ایدالیزم فرق میکنه با همه این قبلی ها ایدالیزم دکارتی رو ما داریم یک گونه ای... کانت اسم این رو باز میذاره ایدالیزم, ج... ایدالیزم زنی اون هم باز نوعی ایدالیزمه درش یک ایدالیزم نهفته است ایدالیزم منادی لایپنیتس رو داریم ایدالیزم استعلایی خود کانت رو داریم که خودش اسم ایدالیزم خودش رو میگذاره ایدالیزم استعلایی ایدالیزم فیخته رو داریم که بعدا بعد از او اسم او رو میذارن ایدالیزم سوبجکتیو فیخته ای ممکنه من خیلی صدق نکنه لاقل در مورد فیخته متأخر ولی کاری بهش نداریم ایدالیزم شلینگ رو داریم که باز دوباره این هم زیل ایدالیزم اوبجکتیو ازش یاد میکنن ممکنه لزوما درست نباشه و ایدالیزم هگلی رو داریم که باز این هم در تاریخ فلسفه پسا هگلی ازش به عنوان ایدالیزم مطلق یاد میکنه ایدالیزم به معنای در اندیشه سیاسی ایدالیزم داریم در در گفتار روزمره ایدالیزم داریم در اندیشه علمی ایدالیزم داریم اینا رو بهشون کار ندیم اینا بیشتر به معنی آرمانگرایی هستند ولی در همین حوزه فلسفه میبینیم که چقدر ما انواع و اقسام ایدالیزم داریم این سخن هگل که میگه که فلسفه یا ایدالیزم است یا اصلا فلسفه نیست به نظر من خیلی سخن درستی خیلی عمیقه و باید بهش تأمل کرد واقعا حالا اینجا یک نقدی داره میکنه تو این جمله که با هم خوندیم هگل به یه نوعی از ایدالیسم که اون رو ایدالیسم خوبی نه ایدالیسم کاملی نمیدونه ایدالیسم ناقص و کاذبی میدونه ایدالیسم ناحقیقی میدونه ایدالیسم فاهمه ای میدونه اصطلاحی که از اینجا توجه شما رو من میخوام بهش جلب بکنم این ویدر هست یعنی باز این برای ما مهمه به نظر میرسه که منظور هگل در اینجا یعنی در این جمله ایدالیسم اصطلاحی کانتی یا شلینگی باشه در واقع نه اون ایدالیزم هایی که پیش از اون بودن یعنی در واقع ایدالیسم گرفتار دوگانه خیرچه فی نفسه اگر به فهوای جمله دقت بکنید متوجه میشید که داره از ایدالیسم سخن میگه که خودش رو در مقابل واقعیت قرار میده یا به, به عبارت دیگه واقعیت رو در مقابل یا در برابر اندیشه قرار میده یا حتی می شود این رو به نوعی ایدالیزم گرفتار دوگانه خرد ناخرد شیلینگی هم دونست نقدی که ایگل اینجا وارد میکنه در واقع این نقد ناظر به ایدالیزم های پیشا سهراتی نیست به این و نکته بعدی این آینر آین های در یک وحدت یگانه در یک وحدت یگانه اندیشه و واقعیت در یک وحدت یگانه قرار بگیرن این تاکید وحدت خودش وحدت دیگه چرا حالا یگانه باید باید, باید بر این واژه یه مقدار تحمل بکنیم خب حالا چیزه بدید من این جمله آخر رو در این فقره آخر رو هم بخونم این هم برای ما خیلی مهمه Der Begriff اون seine ریالیتیت این der Bewegung der ایده اینس ویسنشافلیشن گانسن یعنی مفهوم و واقعیت مفهوم در حرکت علم ایده یک کل علمی برای اینکه درک بهتری از این پیدا بکنیم که مفهوم چگونه با واقعیت پیوند پیدا میکنه و با او درگیر میشه و از این راه در واقع به یک معنا متافیزیک به مسابه علم امکان امکان وجود پیدا میکنه اینجا میتونیم به کانت مراجعه بکنیم کانت به ما خیلی کمک میکنه که این معنای این سخن که رو بهتر بتونیم بفهمیم کانت متوجه شد که ارتقای متافیزیک که قبلا عرض کردم اون،, اون, نبردگاه متافیزیک برای اینکه ارتقا پیدا بکنه فیصله پیدا بکنه متافیزیک از اون وضعیت ارتقا پیدا بکنه به مقام علم تنها وقتی ممکنه که بشود به یک پرسش پاسخ مثبت داد توی مقدمه سنجش خرد کانت این پرسش محوری کل اثر خودش رو به نظر من در اون نقد اول رو به این ترتیب صورت بندی میکنه که میگه دی eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten wie sind synthetische Urteile دوستانی که کانت آشنایی دارن میپرسه که مسئله يه. مختص خرد ناب اکنون در این پرسش نهفته است احکام ترکیبی پیشینی چگونه ممکن هستند این پرسش محوری کانت در نقد اول است در پاسخ مثبت به این پرسشه که در واقع ضرورت منطقی و تحلیلی مفهوم در معنی کانتیش هگل اسم اینو میذاره البته یک جور ضرورت انتظایی با اون محتوایی که مشاهده در اختیار ما میذاره یا انشاون در اختیار ما میذاره اینا با هم پیوند پیدا میکنن و در هم تنیده میشن هگل در علم منطق درباره احکام پیشینی احکام ترکیبی پیشینی کانت مینویسه این یعنی این اصل یعنی امکان احکام ترکیبی پیشینی در بردارنده آغاز درکی حقیقی از سرشت مفهوم است و به کلی در تضاد با آن همانستی توهی یا کلیت انتظایی قرار دارد که در خود فاقد ترکیب است حالا مشکل کانت از نظر هگل اینه که کانت در ارشاینونگ یا در پدیدار متوقف میمونه برای خرد یه حدود و سغوری تعریف میکنه شیفی نفسه رو برمیداره خارج خرد قرار میده به یک معنا از همین رو هم از نظر هگل کانت تحقق مفهوم رو از مفهوم میگیره یعنی از او سلب میکنه ایده رو بنابراین به یک امر تنظیمی فرو میکاهه از منظر هگل و نه یک امر تقویمی هگل اما با اون مفهومی که از مفهوم ارائه میده اون حیثیت تقویمی ایده رو دوباره میخواد که به ایده باز بازگردونه در واقع برای هگل ایده چیزی نیست جز مفهوم و تحققش این مفهوم و تحقق در واقع این رو دوباره بذارید کنار مفهوم در معنای کانتی کلمه و مشاهده آن شانگ و بیارید بذارید کنار همین جمله ای که با هم دیگه خوندیم که در متنمون بود در واقع به یک معنا اندیشه و واقعیت اینا با هم قرار پیوند پیدا بکنن در واقع اینجاست این توضیحاتی که من دارم در این بار است هگل اون ایده رو جوری میفهمه برخلاف کانت که عین مفهوم همراه با تحققش حالا این البته به این معنا نیست که هر تحققی تحقق مفهومه این،, این تمامیت به این شکل نباید فهمیدش بنابراین هر هر اونچه که هست لزوما تحقق یا در واقع ایده نیست حقیقت خودش لزوما از ایده بر نمیگیره بلکه ممکنه به ساحات دیگری که ایده نفی ایده هستن تعلق مثلا طبیعت تعلق داشته باشه که امر طبیعی لزوما تحقق ایده نیست بلکه نفی ایده است به یک معنا بنابراین اون تحقق باید تحقق درخوری باشه برای این مفهوم تا بتونه به عنوان ایده محقق بشه این تحقق درخور مفهوم رو این, این نوع تحقق رو هگل اسمش میذاره ابجکتیویته این این مفهوم ابجکتیویته هگلی با ابجکتیویته کانتی و یا انواع دیگری که از ابجکتیویته مراد با باقی فیلسوفان این تفاوت بزرگ داره ابجکتیویته اوبج... هگلی در واقع تحقق درخور مفهومه و بنابراین ایده در نزد هگل اساسا واجد ابجکتیویت است اساسا با امر واقع مصاحمتا باید بگیم در پیونده با امر محقق حالا نحوه یا محل تحقق مفهوم از حیث هم صورت و هم محتوا همون ویسنشافته که قبلا بهش پرداختیم به همین دلیل هم است که اگل میگه اینجا اصطلاح فلسفه علمی یا علم فلسفی رو به کار میبره علم فلسفی یعنی در واقع علم فلسفی از این حیث وقتی که داره سخن میگه وقتی داره گزاره میسازه وقتی داره اون علم در واقع به سخن در میاد خودش رو تبیین میکنه محتوای خودش رو صورت بندی میکنه سخن او از نوع سخن گفتن انتزاعی درباره مفاهیم انتزاعی چیزی شبیه به سخن گفتن راسیونالیزم افراطی مثلا نیست از نوع سخن گفتن علوم تجربی هم نیست یعنی فقط به امر انتزاعی نمیپردازه فقط به امر تجربی هم نمیپردازه مثل مثلا نحله امپیریستی امپیریستی صرف بلکه یک چنین فلسفه در مقام ام یا ام در مقام فلسفه در واقع درباره در حقیقت اشیا میخواد سخن بگه درباره همه عالم به حقیقت عالم میخواد سخن بگه از این نظر هم کانت هم, هگل هر دو بر سر علمی بودن فلسفه توافق داشتن با هم دیگه در واقع اینو میشود هم دید حالا اینجا یه پرسش دوباره در به نحوی با صورت بندی همون پرسش قبلی است که من مطرح کردم منطقه الان با توجه به این توضیحاتی که در این مدت من دادن با هم دیگه بررسی کردیم یه مقداری از متن رو اینه که آیا فلسفه افلاتون که هگل اون رو علمی میدونه سراحتا اینجا داره میگه که فلسفه افلاتون آغاز علمی شدن یا علم میشود فلسفه سقراطی رو به علم به جانب علم سوق میده آیا این فلسفه این فلسفه افلاتون به این درجه از علمیت رسیده یا خیر خب بدیهی که پاسخ منفیه این رو قبلا هم بهش اشاره کن. هگل هم در این مورد نقدای خودش رو به افلاتون داره در جای مختلف مطرح میکنه به اونها هم خواهیم پرداخت اما یه نکته اینجا هست و اونم این که خانشی که هگل از فلسفه افلاتون به ما میده ممکن در مواردی در همین نکته و در همین نقطه شگفتی ما رو بر بیانگیزه و اونم این که متوجه میشیم یعنی از این خانش هگل ما این رو در خواهیم یافت خواهیم دید که فلسفه افلاتون از حیث محتوا از نظر هگل فلسفه افلاتون از حیث محتوا و نه از حیث صورت رو بعدا بهش پایین پرداخت یعنی نه از حیث دستگاه مفاهیمی که افلاتون اونها رو دستگاه مند کرده بلکه صرفا از, صرف از, حیث محتوا قرابت شگفتانگیزی با فلسفه هگل پیدا میکنه به یک معنا میشه این رو به نحو دیگری هم صورت بندی کرد به یک معنا میشود از نظرگاهی هگلی مدعی شد که ایدالیزم افلاتون در برخی موارد از حیث محتوا حتی از ایدالیزم استعلای کانت هم فراتر میره و از نظرگاه هگل در واقع به ایدالیزم اصیل که همون ایدالیزم هگلی باشه نزدیکتر تر است از ایدالیزم کانتی این ممکنه یه مقدار شکفتنگیز باشه برای ما بستگی به این نوع خانش و تفسیر داره که توی همین دوره ما با اون مواجه خواهیم شد اینو هم بگم که در پرانتز خیلی کوتاه که خانشی که ما در از افلاطون در زبان فارسی داریم تا اونجایی که من دیدم یه تا به نظرم کلیشه ایه یه مدار تاریخ فلسفه ایه مدار سطحیه یک فهم خاصی خودش رو همینطور باز تولید میکنه هیچ وقت ما نرفتیم متن خود افلاطون رو به نظر میرسه لاغر من ندیدم یا متن خود افلاطون رو بگیریم در یونانی دستمون بگیریم خانش های اصیل رو از این متن ببینیم در کنار هم بگذاریم پژوهش بکنیم تقریبا از هر کسی فلسفه افلاطون تبیینی برای من بکن به قدر کلیشه ای این تبیین هست که واقعا باز تعجب در موارد خب از بدید من یه جمله دیگه هم بخونم برای ما خیلی مهمه که بعد بریم به سراغ بخش پرسش و پاسخ Der Eidame, bis er Das Recht des selbstbewussten Denkens, das Sokrates zum Prinzip erhoben hatte, dies bloß abstrakte Recht erweiterte Platon zum Gebiete der Wissenschaft. Asl, این حق صرفا انتضاعی را افلاتون به حوزه علم توسعه داد اینجا من توجه شما میخوام به واژه یا مفهوم رشت به من حق جلب بکنم و همچنین ترکیب این ترکیب دیس بلوس رشت داس ابسترکت رشت یا ابسترکت, غشت. ابسترکت غشت. مفهوم حق همونطور که میدونید به حوزه روح ابجکتیو در فلسفه هگل تعلق داره و همونجا هم در مثلا کتاب خطوط بنیادین و فلسفه حق که در واقع تبیین همین روح ابژکتیو هست اونجا هگل اصطلاح حق انتظایی رو به کار میبره در در سگانه حق انتظایی یا در ابسترکت خشت اخلاقیت و عرف اینو در مقابل همین ستا رو قرار, قرار میده این حق انتظایی اینجا معنی پیدا میکنه وقتی که ما ام اینو در نظر بگیریم که از منظر هگلی حالا بیایم نگاه بکنیم حوزه‌ای که سقراط در اون به اندیشیدن میپردا حوزه روح روح رو ابجکتیو بود به هر حال به نحو اخص میشه بود اینو مدعی بود در واقع سقراط اون حق انتظایی اون دست ابسترکت قشت حق انتظایی یعنی عرفی رو که بیواسطه همونطور که قبلا هم در باش صحبت عرفی رو که از جانب خدایان بی یعنی بی اندیشیدن یعنی به یک معنا آگاهی در هیئت فینفسه خودش اون عرف رو از طریق رفلکسیون از طریق بازتاب به خود به حوزه اخلاقیت یعنی به هیئت آگاهی برای خود آگاهی راجع به خود بازگشت باز، گشت کننده به خود آگاهی آگاه به خود به این حوزه سوق داد در واقع به این ترتیب آگاهی اگرچه که در نزد ست از یک منظر هگلی آگاهی اگرچه که برای سقرات در خود و برای خود شده بود به معنا اما این در خود و برای خود شدنش هنوز یک مقدار سوژه ببخش سویه سوبژکتیو داشت ابژکتیو هنوز نشده بود همونطور گفتیم افلاتون در واقع این, این کار میکنه یعنی آگاتونی که سقرات ارائه میده هنوز همونطور که قبل هم ارز کردم سویه سوبژکتیو بیشتری داره سویه اخلاقی بیشتری داره تا سویه انتولوژیک سقرات در واقع در آستانه ارتقاء این آگاتون این خوب به مقام منشه همه کائنات ایستاده بود حتی به یک معنا این رو هم سغرات تاریخی منظور من ها نه سغرات در محاورات افلاطون این دو تا با هم تفاوت اساسی دارن این نکته خلط نشه شاید با اون اول من توضیح میدادم سقراتی که اینجا مد نظر هگل سقرات تاریخی است سقرات داخل افلاطون اصلا برای ما مهم نیست چون اون خود افلاطون به یک معنا با این خانش سقرات تاریخی یعنی در آستانه اون ارتقاء آگاتون به مقام منشه همه کائنات ایستاده بود نتونست ولی وارد اون سپر بشه از منظر هیگر. کاری که افلاتون کرد این بود که همون را ادامه داد و آگاهی رو از اون هیئت در خود و از اون هیئت برای خود یعنی اون وچه رفلکسیوش و هم اون سویه سنتیش اون سویه ای که آگاهی داشت در, یون، در اندیشه یونانی چه حالا اندیشه طبیعی چه اندیشه عرفی پیش از اون ارتقا میده به در واقع اون اون آگاتون رو ارتقا میده به اون منشع و دلیل و مبنای همه کائنات و باشندگان چه عرفی چه طبیعی به طور کلی تمام تمامیت میبخشه بود این است معنای این سخن این حق صرفا انتظاعی رو افلاتون به حوزه علم در واقع ارتقایش میده انتظاعی یعنی منتزع یعنی یک بخشش بریده است منفک از اون تمامیت یک جایی رو فراموش می ده. یک جایی رو در بیرون از خودش میگذاره یک جایی رو به اون نمیپردازه اون رو هم وقتی ما بیاریم داخل همون اندیشه بکنیم داخل همون دستگاه بکنیم داخل همون سیستم بکنیم اون وقت تمامیت و توتالیتت رو خواهیم داشت و اون کاریش که افلاتون از نظر هگل انجام میده اساس محتوا Ähm, er verließ den engen Gesichtspunkt, in welchem Sokrates den An und für sich seinen Gedanken aufgefasst hatte, nämlich als Wesen und Zweck für den selbstbewussten Willen, und erfasste denselben als das Wesen des Universums. U, <laughs> ja, نظرگاه تنگی را که سقرات در آن اندیشه در خود و برای خود را درک کرده بود حالا یا دریافت کرده بود یعنی به مسابه ذات و قایت برای اراده آگاه ترک گفت و همان را به مسابه ذات کائنات درک نمود یا دریافت نمود در این تفسیر همون تفسیرش همون سخن است که ما گفتیم یا به عبارت این جمله میشه که این فقره قرینه است بر این فقره پیشین که Er hat dem Prinzip Ausdehnung gegeben und die Weise der Konstruierung. Ableitung des Prinzips, wenn seine, wenn seine Darstellung auch nicht wissenschaftlich ist. u be'an asl im T-Dot, wenn nach wie ihr sagt, dann dort. Ja, ترسیم یا نمایش داشته لونگ ترسیم او علمی نیست این جمله باز هم تقریبا تکرار همون سخنه به اضافه یک نکته تکمیلی و اون همین که اینجا یک بخش از پاسخ به اون پرسشی که پیشتر من یکی دو بار مطرح کردم اینجا پاسخ داده میشه پرسش قبلی اگر یادتون باشه این بود که آیا فلسفه افلاتون در این معنا بالاخره علمی هست یا نیست علم هست یا نیست و مجمل گفتم که بله علم هست از نظر هگل از حیث محتوا ولی نه از حیث صورت این رو اینجا هگل دوباره برش تاکید میکنه با اصطلاح و مفهوم داشتلون داشت رو می شود به نمایش به ترسیم تصریح تبیین صورتبندی و یا امثال اینها ترجمه کرد معنای روزمرش یعنی یه چیزی رو به نمایش کنید یه چیزی رو نشون دادن میشه داشتلن خب این یعنی در واقع همون صورتبندی مفهومی از حیث صورت این از این حیث به نظر هگل فلسفه افلاتون هنوز به مقام علم به اون علمی که در واقع مد نظر هیگل هنوز ارتقا پیدا نکرده از حیث محتوا چرا البته همون هم باز دوباره باید این رو در نظر بگیریم تفاوت تاریخی این رو هم در نظر بگیریم یعنی فلسفه افلاتون در روزگار خودش و با به اندیشه کشیدن روح زمانه خودش به واقع از حیث محتوا علم بود ولی اگر از رو... منظری امروزین بخوایم بهش نگاه بکنیم ممکنه علم نباشه چون که ما, ما از منظری امروزین به اون محتوای صورت بندی شده در اون فلسفه نگاه میکنیم بنابراین این نکته مهمه که در جای خودش علم بود از حیث محتوا اما در جای خودش چه در همون روزگار چه از منظری امروزین با خانش هگل این علم نبود به خاطر اینکه داشتلونگش علمی نیست یعنی بخ... به این دلیل که صورتبندی و تبیینش علمی نیست این نکته رو مفصلا در موردش توضیح میده و این نکته به ما خیلی کمک خواهد کرد که تفاوت صورت بندی و تبیین و صورت ظاهر یک اندیشه رو از اون منطق و بطن و اونچه که پشت اون صورت ظاهر وجود داره بتونیم تمیز بدیم و این پاسخ همون پرسش است که یک متنی رو که مثل همین متن که میتونیم قلم هگل نیست چگونه بخوانیم به فلسفه هگل برسیم هگل همین کار رو با افلاتون میکنه از یک تبیین و تصریحی که به نظر او غیر علمی است میخواد به اون علمی که از حیث محتوا در پشت او قرار داره در واقع دسترسی پیدا بکنه همین کار رو ما میتونیم با هر متن دیگری با هر امر دیگری بکنیم و این رو خواهیم دید که در واقع هگل هم همین کار رو میکنه این همونطور گفتم صورت فلسفه افلاتون هگل یک مپسی از اینجا به بعد باز میکنه اساسا که در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت بسیار اهمیت داره برای ما این تمایز بین علمی بودن محتوا و ناعلمی بودن صورتبندی یا داشته لونگ فلسفه افلاتون از نظر گیر که این رو اونانچالا در جلسه و تاینده ما حتما مفصل بهش خواهیم پرداخت من برای اینکه مقداری هم وقت باقی باشه برای پرسش و پاسخ ها اجازه بدید که این رو این متن رو از اینجا بردارم چه بدید یک لحظه خب دوستان لطفا در گروه تلگرامی اگر پرسشی هست اونجا به صورت کتبی مطرح بفرمایند من مراجعه میکنم هم پرسش رو از رو میخونم و هم سعی میکنم که پاسخ بدم خب سه تا پرسش اینجا مطرح شده من اولی رو میخونم از آیه کاغذگران پرسیدن که هگل بر چه اساسی میان اندیشه سقراط و افلاطون تمایز میگذارد آیا این تمایز بر مبنای همان تقدم و تأخر زمان نگارش دیالوگ هاست تاریخی نزد هگل کدام سقراط است من فکر کنم به نکات بسیاری در مقام پاسخ به این پرسش من اشاره کردم ولی باز هم به صورت خلاصه اگر بخوام به این پرسش پاسخ بدم همونطور که گفتم هگل تفاوت اندیشه سقراط و افلاتون رو در وهله نخست به طور اخستری میبینه که صورت بندی محتوایی میده افلاتون در واقع اون اندیشه سقراطی رو به حیث، از حیث محتوا صورتمندی صورتبندی دستگاه مند بهش میده نه از حیث صورت البته این رو در پایان صحبتم بهش اشاره کردم این یک تفاوت خیلی بزرگی است که در واقع افلاطون و سقراط بله درست افلاطون و سقراط با همدیگه دیگه دارن یا فل اندیشه سقراط و افلاطون با همدیگه دیگه دارن و بجز این که افلاطون کار خیلی مهم دیگه که انجام میده که این است که اون سویه اونتولوژیک و سوی ابژکتیو اندیشه سقراط رو خیلی پررنگتر میکنه کاملا میاره داخل اندیشه ایدالیستی خودش و اون رو هضم میکنه دوستان لطفا میکروفوناشون خاموش کن آیا این تمایز بر مبنای همان تقدم و تاخر زمان نگارش دیالوگ هاست نه پاسخ منفی است اگرچه من خیلی پرسش دقیق متوجه نمیشم اما پاسخ منفی است و سقراط تاریخی نزد هگل هم که توضیح دادم خدمت شما سقراط تاریخی نزد هگل سقراطی است که تا پیش از فلسفه افلاتون در جلد 18 هم همین درس گفتارها در یک فصلی هگل بهش میپردازه سقراطی است که ما ازش اطلاعاتی داریم غیر از متون افلاتون یعنی نه فقط به واسطه متون افلاتون بلکه از به واسطه متون دیگری که درباره سقراط سخن گفتن در واقع می شود زندگی او رو بازسازی کرد او سقراط تاریخی است اگل به این اشاره میکنه و این هم چیزی که همه به این اشاره کردن کلی مفسرین افلاتون که دیالوگ های میانی افلاتون به بعد دیگه اون سقراط، سقراط تاریخی نیست بلکه دیگه اینجا افلاتون وارد صحنه میشه و حرفهای خود در دهان سقراط میگذاره دیالوگ, دیالوگ ها و محاورات متأخر هم که اصلاً بعضا دیالوگ نیستند دیگه یعنی خود افلاتون وارد صحنه میشه و سخن میگه فقط در اون محاورات ابتدایی است که ما خیلی اون نزدیکی سقرات تاریخی به سقراط افلاتونی رو میتونیم ببینیم و میتونیم اعتقاد داشتیم این نزدیکی وجود داره واقعا بنابراین سقراطی که داره هگل بهش اشاره میکنه در این متن سقراط تاریخی است سغراتی که در متن افلاتون ازش سخن به میان آمده از نظر هگل افلاتونه نه سغرات این تمایز مهم خب خب یه پرسشی هست که پرسش اصلا ارتباطی نداره به بحث ما از دوستان نکته رو گفتن تفسیر هگل از افلاتون چرا باید اساسا ایده را در تاریخ بفهمد در حالی که تاریخ نزد افلاتون اساسا معنا ندارد و افلاتون ایده را تفصیل میبیند نه پیش روندگی ایده نکته درست است اینو دوست به نام نیما این پرسش مطرح کردن این نکته درست است که تاریخیت در اندیشه افلاتون وجود نداره و افلاتون هم همونطور که این به درستی اشاره کردن ایده رو پیش روندگی نمی این ایده پیشرفت و پیش روندگی در فلسفه به نحو پررنگ وقتی وارد شد که مسیحیت سر برآورد و پیشا مسیحیت اساسا چنین ایده‌ای وجود نداره و حالا ایشون از اصطلاح تفصیل استفاده کردن در واقع همون نگرش ایستایی به ایده داره افلاتون از این نظر کاملا درسته اما نکته اینجاست که ما قرار تفسیر هگل از افلاتون رو بهش بپردازیم در واقع هگل وقتی داره افلاتون رو میخونه از منظر از منظر هگلی داره از منظر اندیشه خودش داره افلاتون رو میخونه و بعد اه اندیشه رو در بستر اون تاریخی که این اندیشه پدید آمده قرار میده و نشون میده که این در بستر تاریخ بودن بر خود اون اندیشه آگاه 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 نبوده یعنی اون اندیشه خودش خود آگاه نبوده بر این بر بستر تاریخ بودن اگرچه که فی نفسه بوده اگرچه که فی نفسه در تاریخ بوده اما به این در تاریخ بودن خودش آگاه نبوده و حالا که ما از منظر هیگلی میخوایم به افلاتون بنگریم باید این سویه اندیشه افلاتون رو هم حتما در نظر بگیریم این ارتباط پیدا میکنه به همون سویه زندگی نامه ای افلاتون حتی و اون زمینه و زمانه افلاتون که هیگل هم در متن درس گفتارها بهش میپردازه اینا رو به هم پیوند میده و این ارتباطی که وجود داره بین اون روزگاری که افلاتون درش زندگی میکرده و به خصوص اندیشه سیاسی افلاتون اتفاقاتی که براش میفتون سفر سه سفری که به سیراکوز انجام میده اینها همه هگل رو میخواد اینها رو در یه پیوندی ببینه با با روزگار افلاتون اون اندیشه افلاتون رو و اساسا یه استدلالاتی هم میکنه مبنی بر اینکه چون در فرایند تاریخی ایده در روزگار افلاتون یعنی در هیئت ایده در اون روزگار این ایده هنوز یه شکل خاصی رو به خودش نگرفته و به طور مشخصا سوبجکتیویته به اون معنا نبود و عرف اساسا دچار مشکل شده بود بر این اساس است که اندیشه افلاتون نتونست محقق بکنه بعضی از خواسته های خودش رو بعضی از ایده های خودش رو خب سبیدیم سوال بعدی رو بریم به سراغش آقای امیرزا صبحانی پرسیدن که شما در صوت اخیرتون در باب هگل فرمودید هگل و اندیش اندیشه از زبان قابل تفکیک نیست مثالی هم از حافظ و تنیدگی اندیشه او با زبان فارسی زدید امکان توضیح بیشتری نکته هست ام بله من یه توضیح مختصری میدم چون این خیلی ربط مستقیم به بحث خانه شگل از افلاطون نداره من کوتاه اینو توضیح میدم توی همون فایل صوتی هم من اینو اونجا هم عرض کردم اون مثالی هم که زدم فقط برای تقریب به ذهن بود در مثال می شود مناقشه کرد می شود گفت آقا شعر حافظ شما داری با فلسفه هگل مقایسه بقید. نه من مقایسه نمی کنم شعر حافظ رو با فلسفه هگل فقط میخوام در هم تنیدگی صورت و فرم رو که خودش یک اندیشه هگلی هست از قضا برایش تاکید بکنم و برایش انگشت تاکید بگذارم بگم که صورت و محتوا از هم قابل تفکیک نیستند در مواردی که یک اندیشه یا یک چیزی مبتنی باشه بر این برهم تنیدگی صورت و محتوا مثل فلسفه هگل مثل شعر حافظ و مثل خیلی چیزهای دیگه اینها رو اگه ما یه پایش رو بگیریم کلش میریزه اینا بر دو پایه سوارند و اساسا از منظر هگلی همه چیز صورت و محتوا درش درگیره ولی حالا از منظر غیر هگلی هستند اندیشمندانی که میگن نه آقا ما میتونیم صورت رو از محتوا به طور کلی جدا بکنیم مثلا یه فرگه ای یه منطق فرگه ای بسازیم که هر چیزی رو صورت منطقش رو میتونه از محتواش جدا بکنه صورت بندی بکنه که همین هم خودش دچار مشکل البته ولی حالا به هر حال اینم یه نوع نگاهی است و این صورت و است که در واقع اون کل واحد رو تشکیل میده شما اگر بدون محتوا رو صرفت بر بگیرید یه صورت دیگری بهش بدید از اونجایی که اون درهمتنیدگی صورت محتوا حقیقت خودش رو از همون درهمتنیدگی صورت محتوا میگیره و کسب میکنه شما وقتی یکی از این دو تا رو از جدا بکنید یعنی از اون کل جدا بکنید در واقع اون کل از هم فرو میپاشه این درهمتنیدگی صورت محتوا است که حالا ربطش بدیم به بحث خودمون در مورد افلاطون هم این صدق پیدا میکنه به این ترتیب که همونطور که بهشم اشاره کردم در چند مورد از منظر هگل در موارد این در همتنیدگی وجود نداره و ما باید اون محتوا رو بگیریم یه صورت دیگری بهش بدیم این اون نکته است که حالا بهش بیشتر خواهیم رسید در مورد این بازخانی هگل از افلاتون یا این نوع تفسیر آیه کهزاد فرمودن که نظرگاه سقرات نظرگاه رفلکتیو است بر اساس اون چی که شما گفتید و از نظر محتوایی آن را به نظرگاه نظر ورزانه یا همون اسپکولاتیو اینو من دارم اضافه میکنم ارتقا میده این کار را هیگل با فلسفه های کانت یاکوبی و فیشته هم انجام میدهد از سوی دیگر شما فرمودید که افلاتون صرفا از نگاه محتوایی مهم را انجام میدهد ارتقاء نظرگاه رفلکتیو به نظرگاه نظر ورزان نظر ورزانه با این جدایی محتوا و فرم چگونه است اجازه بدید من باید بفهمم اول نظرگو فرمایشات شما نظرگاه سقراط نظرگاه رفلکتیو است افلاتون از نظر محتوایی آن را به نظر نگاه نظر ورزانه ارتقا میدهد. بله حالا من اینو به زبان خودم بخوام صورت بندی بکنم درسته نظرگاه سقراط از این منظر رفلکتیو در واقع بازتابی میکنند چرا به خودش باز میگه خودت را بشناس رو که بر سردر معبد دلفی نوشته شده رو مبنا قرار میده به یک معنا افلاتون میاد اینو از نظر محتوایی شپکولاتیوش میکنه شپکولاتیوش میکنه یعنی همون سوژه اوب اوبجه رو به هم پیوند میده به این معنا لاغر حالا این کار رو هگل با فلسفه های کانت یاکوبی و فیشته هم انجام میدهد بله درسته این کار رو هگل هم میکنه چرا چون اون انسوای اون انشقاق اون دوپارگی که او در این فلسفه ها میبینه به خصوص در کانت و یاکوبی حالا در فیشته کمتر باز در شلینگ بیشتر او رو میخواد به یک فرعینیگون یا به یک یگانگی یا به یک آشتی بدل بکنه بله از توی دیگه شما فرمودید که افلاتون صرفا از نگاه محتوایی مهم را انجام میدهد درسته بله اینم درسته ارتقاء نظرگاه رفلکتیو به نظرگاه نظرورزانه با این جدایی محتوا ها حالا متوجه پرسش شما شدم پرسش شما این است که افلاتون اگر این کار را انجام داده چگونه تونسته از یک, ن... از یک بدون اینکه فرم و محتواش با هم درگیر باشن در واقع اون نظرگاه رفلکتیو رو به نظرگاهی شپکولاتیف ارتقاء بده الان متوجه پرس شما شدم با صورتمندیش هم کردم خب نکته اینجاست که این ارتقاء خودش بازی ارتقای ناکاملیه این یک نکته یعنی همونطور که قبلا هم گفتم از نظر هگل اتفاقا این زعفه. فلسفه افلاتون از یه جایی به بعد متوقف میمونه چون دقیقا همین فرم و رو نتونسته به هم پیوند بده داشتلونگ فلسفه افلاتون ترسیمش نمایشش صورتبندیش تبیینش تصریحش اتصال یک به یکی ندارد با اون منطقی که در پشت فلسفه افلاطون است و این خودش دوباره محل مناقشه است چون هستند مفسرینی که میگن آقا ما متن محاورات رو داریم و دیگه از این نباید فراتر بریم همین ظاهر متن هست و چیز جزی نیست هگل جزو این دسته از مفسری نیست و معتقده که در پس این یک فلسفی وجود داره به لحاظ محتوا یک دستگاهی وجود داره اون دستگاه رو افلاتون از غذا به خاطر نوع عرضه ای که ارائه کرده و اون عرضه در واقع عرضه به شکل محاوره در یک صورت محاوره هست برای امروز ما اون دستگاه باید دوباره بازسازی بشه باید اون رو دوباره به زبانی امروزی ما اون رو بازسازی بکنیم برای خود افلاتون اون کار موجه بوده در نامه هفتم افلاتون اشاره میکنه که اساسا فلسفیدن چیزی جز همین باهم بودن نیست باهم بودنی که در واقع با هم زندگی کردنی که فیلسوفان با هم دارن و بحث و جدل هایی که در این زندگی با هم میکنن الگوی سقراطی رو پیش چشم بیارید و بعد اون اندیشه ها اون حقایق به صورت جرقه هایی به ذهن فیلسوف خطور میکنه ناگهان در واقع اون باهم بودن است که فلسفه ورزید. برای همین هم افلاطون نیومده متن بنویسه به صورت ایجابی و تحصلی به واقع الف آنگاه به آنگاه جیم مثل اسپینوزا مثلا یا مثل هر فیلسوف دیگری بیاد به صورت بندی هندسی صورت به این معنا دستگاه من و علمی به فلسفه خودش بده ولی به لحاظ محتوایی از عهده این کار بر اومد. بنابراین این جدای فرم و محتوا بله درسته از منظرگاهی امروزیه باید این رو ما ببریم در اون جایگاه مفهومی تاریخی خودش و اونجا اون وقت میبینیم این یه پارچه است این توجیه داره افلاتون خودش بهترین توجیه رو میده ما نمیتونیم با افر... از افلاتون بیایم بر فراز او قرار بگیریم به او یاد بدیم که حالا او بیاد چگونه اگر چگونه مینوشت بهتر بود چنین چیزی نیست فلسفه در روزگار افلاتون فقط به همین صورت امکان صورت بندی داشت ما از نگاه امروزی است که میگیم آقا این باید اگر میخواد برای ما امروز ویسنت بشه اولا یک شعن نیست در فلسفه و نه کل فلسفه این یک و دوما باید صورت بندیش با صورت بندی بشه پروسش بعدی آیا آنچه در سنت نو افلاتونی امتداد یافت در فلسفه فارابی شاهدش هستیم یک خانش در خور توجه از افلاتون در سنت ما چرا چرا کاملا پاسخ مثبت و نه تنها یک خانش درخور توجه از افلاتونه که این نکته رو هم در نظر داشته باشه که خانش هگل هم یه خانش نو افلاتونی از یک بسیار تأثیر پذیرفته از سنت نو افلاتونیت نو افلاتونیت یکی از آبشخورهای فلسفه هگله ولی اینو باید حتما همیشه من در پرانتزی به این تاکید بکنم هگل عرفان نیست فلسفه هگل عرفان نیست این رو لطفا هیچ جایی بنویسید خطوط قرمز بچسبین رو میزتون فلسفه هگل عرفان نیست نو افلاطونیت هم عرفان نیست حالا نکته اینجاست عرفان چیزی از داخل این بیرون اومده بنابراین بله خانش هگل یک خانش نو از افلاتونه به یک معنا و خانش سنت فلسفه اسلامی ما هم که بسیار از نو افلاتونیت متاثر هست اون هم از این نظر به به خانش هگلی خیلی نزدیکه اون خانش افلاتونی که اون تفسیر افلاتونی که من نقد کردم و گفتم این مقدار سطحی است تفسیری است که بیشتر بر مبنای تاریخ فلسفه های آنگلوساکسون از افلاتون ما باش مواجه هستیم حالا این حرف من نمیشه کلیت بهش داد من اطلاع دقیق ندارم ولی اونچه که من بیشتر مشاهده کردم در فلسفه غرب خونده های ما در دانشگاه از فلسفه افلاتون درکی که دارن و بیشتر مبتنی بر این نوع تاریخ فلسفه هاست چون یک صدیتی هم بعضا وجود داره در این نوع نگاه با عرفان با فلسفه اسلامی بعضا بنابراین قافل میشن از این نوع نگاه عمیقتر به تفسیر فلسفه افلاتون که کاملا فرمایش شده درسته فلسفه نو افلاتونی از این نظر خیلی نزدیک به نگاه هگلی یک سنت تفسیری از افلاتون هم است به نام مکتب توبینگن همینجا من اینو در پرانتز اشاره بکنم اگر دوستان میخوان یک درک بهتری داشته باشن از ارتباط این نگاه نو افلاتونی به فلسفه افلاتون و نگاه هگلی به فلسفه افلاتون مکتب توبینگن از قضا بسیار هم تاثیر پذیرفته از هگل این مکتب که در واقع از این اصل هگلی که آقا بر اساس ببخشید در پس پشت این ظاهر متن و در پس پشت این هجاب متن یک دستگاهی وجود داره ما میتونیم این هجاب رو کنار بزنیم به اون دستگاه برسیم نه تنها میتونیم باید برسیم چون اون صورتبندی دیگه مناسب روزگار ما نیست مناسب اندیشیدن امروز ما نیست بنابراین ما باید رو با صورتبندی بکنیم این رو دقیقا این مفسرین این مکتب یعنی مکتب توبینگن در مورد تفسیر افلاتون به کار میبرند و معتقد به آگرافا دوگماتای دوگمات افلاتون است آگرافا دوگماتای نو... یعنی آموزه های نانوشته معتقدند در پس اون محاورات افلاتون یه چیزی وجود داره به اسم آموزه های نانوشته افلاتون ما اونو میتونیم بازسازی بکنیم بسیار بسیار شبیه همین نگرش هگلی هستش خب سوال ام... بعدی این است که علم در نظر هگل در کدام بندی از علم قرار می گیرد. آیا منظور علم مدرن میباشد یا مطلق علم کاربردی یا مطلق معرفت حقیقت من این پرسش رو متوجه نمیشم راستش اگه دوست ما یه جور دیگه صورت بندی میکرد بهتر شد متوجه پرسش آخر که دیگه بحثمون هم به اتمام برسونیم از آیه کیوان خسروی همونطور که همیشه تاکید کرده اید نگاه تاریخ فلسفی به فلسفه ای هر فیلسوف به هر حال یک سویه است و درگاه خوبی برای فهم یک فلس... ف... برای فهم یک فیلسوف نیست در این حوزه تاریخ فلسفه هگل فیلم مثل در باب افلاتون چه امتیاز عمده ای نسبت به نگاه معمول تاریخ فلسفه ای دارد خب من فکر کنم این پرسش رو در حین درس امروز یه اشاره هم در مقام پاسخ به این پرسش من کردم و اونم این که شما اگه می‌خواید هگل رو بخونید باید به نگاه هگل به تاریخ فلسفه آشنا باشید ببینید او چگونه فلسفه و تاریخ فلسفه رو میفهمیده برای این کار باید مراجعه بکنید به تاریخ فلسفه هگل یعنی در واقع به همین نگاه هگل یا تقریر هگل از تاریخ فلسفه که تقریر خاصی هست این من اونجا اشاره کردم که شما میخواید خود تاریخ فلسفه رو بخونید لزوما نباید به هگل مراجعه بکنید این دوتا ازم مجزا هستند برای هگل بله حتما تاریخ فلسفه هگل رو باید بخونیم ولی برای تاریخ فلسفه خوندن به یک منظور دیگری شاید حتی بهتر باشه ما تاریخ فلسفه هگل رو نخونیم چون اون نگاه هگلی ممکنه یه دفعه ما رو از اون کانسپت اصلیمون کلا منحرف بکنه بخاطر که نگاه خیلی خاصی هست و در این چارچوب این دستگاه مفاهیم است که اون نگاه هم در واقع معنا پیدا میکنه وگرنه اگر به یک به یک منظر تاریخ فلسفه ای که این نگاهش بکولاتیف به تاریخ فلسفه رو نداره شما این نوع از خانش از تاریخ فلسفه رو ارائه بدید او اینا رو معتبر نمیدونه به اینا اشکال میگید میگه آقا خیلی شما تفسیر رو وارد تاریخ کردید خیلی شما دارید در واقع اون چی که خودتون میاندیشید رو در اون موضوع که تاریخ هست دارید منعکس میکنید و این کار رو زیاد از حد دارید انجام میدید در حالی که حالا هگل اساسا روی کردش. همین است که چیزی جز نیست تاریخ چیزی جز همین, همین اندیشیدن نیست به این شاید در ادامه باز بیشتر بپردازیم در آخرم هم دوستمون سوال خودشون رو منظور خودشون رو بیان کردن منظورم این بوده که علم هگل علم تجربی است یا مطلق خب هیچ علم تجربی به هیچ به هیچ وجه نیست ویسنشافتی که هگل از اون سخن میگه به هیچ وجه شما با علم اینو توضیح من دادم نه با علم تجربی اینو باید اشتباه بگیرید نه با علم ریاضی هندسی یعنی اون هم نوع راسیونالیستیش هم حتی اون هم علم نیست اون چه که چون اون جزمیه اون دیگه کانت هم متوجه شده بود کانتم متوجه شده بود در مقایسه با که اون راسیونالیزم و اون احکام به جزمیت میگروند و این رو هیوم از همه بهتر نشون داد که اون علم اون علم تجربی نهایتا پاش به هیچ جا بند نیست در نهایت اینو کانت بیشتر کاوید و اونجا بود که اون پرسش جا. اصلی که بهش پرداختیم مطرح کردیم که چگونه احکام ترکیبی پیشینی امکان میابند آیا اصلا امکان دارند پاسخش بله است. چگونه امکان دارند پاسخش سنجش خرد نام خب دوستان پرسش دیگه نیست اینجا من از همراهی همه شما تشکر میکنم و برای شما آرزوی تندرستی و بهروزی دارم تا جلسه آینده خدا نگهدار